توی اتاق زیر شیروانی دراز کشیده بودم، با شکمی گرسنه و سرگردون تو شهر اسلو، شهری که به محض ورود تو را اسیر خودش میکنه. صدای زنگ ساعت دیواری از طبقه پایین به گوش رسید. ساعت 6 صبح. جوراب‌هایم را از زیر توشک بیرون کشیدم. خوش شده بودن. بدنم می‌لرزید. باد پاییزی از کف اتاق و شکاف در به اتاق سردم سرک می‌کشید. به روزنامه‌هایی که جای پرده روی در چسبونده بودم نگاه کردم. تمام آگهی‌ها را حفظ بودم. از گوشه گوشه نروژ خبر داشتم. هرچند چند روزی بود که از اتاقم بیرون نرفته بودم. آخرین اساسیه خانه روز قبل به حراج رفته بود. حالا با دیوارهای اتاقم و جیبهای خالی تنها مانده بودم. با سردردها و سرگیجه ها. با ترس و گرسنگی. توی روزگار سختم، گاهی با نوشتن پاورقی برای روزنامه ها پول کمی می گرفتم. البته اگه شانس یارم می شد. به غیر این هیچ. هوا کم کم روشن می شد. اعلان های کنار در را می خواندم که چشمم به اعلان عجیبی افتاد. برای خرید تابوت به خانم آندرسون مراجعه فرمایید. آگهی چند دقیقه ذهنم را مشغول کرد. تا اینکه صدای زنگ ساعت 8 صبح را اعلام کرد. زمان را گم کرده بودم. ساعت ها برایم به ثانیه می گذشتن. به سختی از جا بلند شدم. از پنجره بیرون رو نگاه کردم. آسمان صاف بود. توی دلم گفتم امروز حتما هوا آفتابی است. پاییز شده بود. فصل گرسنگی طبیعت. توی خیابان قلقله برپا بود. هیاهوی زندگی مرا به بیرون از خانه دعوت می کرد. اما معده‌ام به شدت می سوخت. تمام اتاق را به امید پیدا کردن تک نانی گشتم. چیزی برای خوردن نداشتم. موقع را رفتن کف خانه جیر جیر صدا می داد. درد گرسنگی امانم نمی داد. باید دنبال کار می رفتم. هرچند خیلی هم فایده ای نداشت. جواب کارفرما را از پیش می دانستم. شما برای این کار مناسب نیستید. بعداً باهاتون تماس می گیریم. ضامن دارین. به معنی همهشان یعنی نه. آخرین بار برای کار با آتش نشانی رفته بودم. بازرس منطقه به خاطر عینکی بودن قبولم نکرد. بار دوم بدون عینک رفتم. بازرس قبلی با لبخند از کنارم رد شد. فهمیدم دوباره رد شدم. من با سرعتی باور نکردنی در سراشیبی سقوط می کردم. سقوطم در دره گرسنگی و فقر. چنان شیب تندی داشت که حتی شانه‌ای برای شانه زدن موهایم نداشتم. دیگر کتابی برای خواندن و تحمل اندوه زندگی نداشتم. تمام تابستان گوشه پارک و قبرستان کز می کردم و مقاله می نوشتم. در مورد هر چیزی می نوشتم. از اختراعهای عجیب و ایده های نو گرفته تا رویاها و خیالاتم. همیشه سراغ سخت‌ترین موضوع ها می رفتم. موضوعایی که ساعتها وقت می بردند و روزنامه خریدارشان نبود. هرگز از نهای مکرر سردبیرها دل سرد نمی شدم و دوباره می نوشتم. می دانستم روزی موفق می شدم. بالاخره از فکر و خیال بیرون آمدم. کنار میز اصلاح زانوی شلوارم را آب زدم تا سفیدی و کهنگیش کمتر معلوم شود. مداد و کاغذم را برداشتم. روی پنجه پا خانه را ترک کردم. آخر مهلت اجاره خانه هم گذشته بود و پولی در بساط نداشتم. ساعت 9 صبح بود. هیاهوی خیابان حالم را جا آورد. هم نوازی صدای پای آبرها و شلاق کالاسکرانها آوای قشنگ زندگی بود. گرسنگی را فراموش کرده بودم. راه می رفتم و زیر لب آواز می خواندم. احساس رهایی و بیخیالی دلچسبی داشتم. با تمام وجود محو اطرافم بودم. به آبرها نگاه می کردم. آگهی دیوارها را می خواندم. اجازه می دادم فضا و هر آنچه در آن است با وجودم یکی شود.
تنها مسئله کوچک شادمانیم را کم می‌کرد. کاش کمی غذا داشتم. روبروی قصابی ایستادم. زن جا افتاده از سوی مغازه نگاه می‌کرد. زن فقط یک دندان داشت. دندانی زرد و دراز جلوی دهانش. یک دفعه تمام رنج و فشار روزهای گذشته به معده‌ام هجوم آورد. دلم به هم خورد. از گوشه خیابان کمی آب خوردم تا حالم جا بیاید. ساعت کلیسا را نگاه کردم. 10 صبح شده بود. بی‌هدف توی خیابان قدم می‌زدم. گاهی می‌ایستادم و مسیرم را عوض می‌کردم. اصلا دنیا را به حال خود واگذاشته بودم و بی‌خیالی‌ام را با آسودگی تمام حمل می‌کردم. همان موقع دوستی را دیدم. تا مرا دید سلام کرد و با عجله رفت. چرا؟ من که پولی نمی‌خواستم. حتی قصد داشتم پتویش رو پس بدهم. دیگر نمیخواستم زیر دین کسی باشم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. فکر نوشتن مقاله که احتمالا مبلغی میارزید. به طرف پارک راه افتادم. روبرویم پیرمرد لنگی راه میرفت. از دیدنش عصبی شدم. انگار همون مسیر مرا انتخاب کرده بود. جوری که انگار قصد آزارم را داره. هرچه جلوتر می رفتیم عصبی تر می شدم. شادمانی سرخوشانم با دیدن پیر مرد لنگ دود می شد و به آسمان می رفت. پیر مرد مثل حشره بزرگ از پا افتاده‌ای به زور جایی برای تصرف جهان می خواست. جایی مثل پیاده رو که راه را بر من ببندد. تحملم سر آمده بود. پشت ویترین مغازه ایستادم تا پیر مرد راهش را برود. اما وقتی سر برگردانم روبرویم ایستاده بود. با عصبانیت شانه به شانهش کوبیدم. پیرمرد چند لحظه نگاهم کرد. بعد سرش رو به سوی کج کرد و گفت پول داری؟ خیلی گرسنمه. گفتم از کجا بدونم راست میگی؟ باور کن دیر و سالا هیچی نخوردم. یه پول سیاه هم ندارم. کارگری؟ آره شاگرد کفاشم. پوتی میدوزم. کفشم بلدم بدوزم. بس همینجا باش تا برات پول جور کنم. به سرعت خودم رو به دکان کارگشایی رساندم تا جلیقه‌ام رو گرو بگذارم. جلیقه رو روی پیشخان پرت کردم. به مرد گفتم جلیقه برام تنگ شده وگرنه اینقدر زود طلاقش نمیدادم. فقط 1.5 کرون گیرم اومد. خیلی هم بد نبود. هم کار پیرمرد را میافتاد، هم خودم هم نهار مفصلی میخوردم. اونم بعد از چند روز گرسنگی. با عجله سراغ پیرمرد رفتم. پیرمرد پولو گرفت و سر زانوی شلوارمو نگاه کرد. خشمگین شدم. نکند خیال میکرد واقعا فقیرم. دلم میخواست فریاد بزنم. من نویسندم. فکر جدیدی برای نوشتن مقاله هم پیدا کردم. هنوز تیرهای زیادی توی ترکش دارم. نه. باید ادبش میکردم. پس شانه بالا انداختم. پیرمرد، به چی نگاه میکنی؟ پیرمرد دوباره به زانوهای سفید و پیراهن پوسیده‌ام نگاه کرد. لابد فکر میکرد تحقیرش میکنم. پول رو به طرفم دراز کرد. ناراحت شدم. باید کمکش میکردم. باید میدانست با مرد درستکار و شریفی رو بروست. پول رو نگرفتم و رفتم. انقدر دور شدم که از دست پیر مرد لنگ رها شدم. دوباره با خیابان همسو شده بودم. به مغازه کوچکی رفتم. 1.5 کرون روی پیشخوان گذاشتم و گفتم پنیر و نون. زن فروشنده به لباسهای کهنه هم نگاه کرد. نیشخندی زد و گفت تمام پولتون نون و پنیر بدم؟ نون و پنیر را برداشتم و مؤدبانه از زن چاق خدافظی کردم. روی نیمکتی نشستم و با ولع به غذایم گاز زدم. نان و پنیر مستقیم وارد رگهایم می شد و به تن خستم جانی دوباره می بخشید. مدت ها بود اینقدر غذا نخورده بودم. آرامش توی خونم جاری بود. باید مقاله خوبی می نوشتم. مقاله دشوار که فقط از قلم مردی سیر به کاغذش تراوش می کرد. مقاله فلسفی. قصد داشتم در مقاله هم سفسطه های کانت را به سخره بگیرم. ناگهان شوقم فرو نشست. فهمیدم مدادم توی جیب جلیقه هم جا مانده. خدایا کائنات مصمم بود در جهت خلاف من حرکت کند. زیر لب دشنامی دادم و توی پارک قدم زدم. خشمگین بودم. مقاله شناخت فلسفیم قربانی مدادی 10 اورهی شده بود. باید بر میگشتم و مدادم رو پس میگرفتم.
شاید زندگی کسی در گروه مقاله من بود. کمی فکر کردم. نه، نباید به کانت حمله کنم. اما از خیر رنان نمی گذارم. این یکی برای حذف کردن مورد شاهکاری بود. رنان اصلا نژاد سامی را قبول نداشت. اما در اصل باید مقالم را می نوشتم. چون صورت صاحب خانه از جلوی چشمم کنار نمی رفت. باید کاری می کردم. پس به سرعت از پارک خارج شدم. دوباره توی خیابون راه افتادم. از کنار دو دختر گذشتم. دستم با سینه یکی از دخترها خورد. صورتش رو نگاه کردم. صورت رنگ پریدنش سرخ شد. دختر با شرم لبخندی زد و گذشت. از خود پرسیدم چرا سرخ شد؟ ایستادم. هنوز برای جا گذاشتن مداد عصبی و کچخلق بودم که ناگهان فکر عجیبی به سرم زد. حس کردم دلم میخواهد زن رو بترسانم. خلاف جهت راه افتادم و از مقابل زن گذشتم. بعد روبرویش ایستادم و نگاهش کردم. بی اختیار گفتم خانم، کتابتونو گم نکردین؟ دختر تعجب کرد. کدوم کتاب؟ دخترها بی اعتنا راه افتادن. بد جنسی هم گل کرده بود. دنبالشان راه افتادم. می دانستم مرتکب حماقت پوچی می شدم، اما بی اختیار می رفتم. بی نهایت آشفته و درهم بودم. پشت سر دخترها شکلک در می آوردم و سرفه می کردم. دخترها جلوی مغازه کتاب فروشی ایستادند. هر دو روی کلاهشان پر آبی داشتند. نگاهم کردند. دوباره گفتم واقعا کتابتون رو گم نکردین؟ دختر مبهوت تمام وسایلش رو گشت. بعد روی زمین رو نگاه کرد. چیزی نبود. سنگ دلانه از کلافگیش لذت می بردن. مغز کوچک دختر قادر به درک پاماد نبود. تکمه های پیراهنش وحشت زده به صورتم خیره شده بودند. دختر دیگر بازویش رو کشید. فلش کن. نمیبینی نمیتونی رو پاش وایسته. داره تلو تلو میخوره. نگاش کن. بیا بریم. من با خودم بیگانه بودم. شهر مقابل چشمم تیره و تار بود. رینال همه چیز رو میدیدم. سگ بزرگی دوان دوان از خیابان گذشت. خدمتکاری از پنجره بیرون آمده بود و شیشه رو تمیز میکرد. تمام حرکات با تمام جزئیاتشون از نگاه دور نمی‌ماند. دخترها به طرف میدان سنت اولاف رفتند. از رفتار ناپسندم شرمگین شدم. بی صدا دنبالشان حرکت کردم تا وارد خانه شماره دو شدند. به چراغ گازسوز خیابان تکیه دادم و نگاهشان کردم. دختر پشت پنجره آمد. به هم خیره شدیم. چرا فریاد نمی‌زد؟ چرا گلدانی به سمتم پرت نمی‌کرد؟ دختر گاهی از پنجره دور می‌شد و دوباره برمی‌گشت. تا بالاخره سرم رو پایین انداختم و از همان راه برگشتم. سنگینی نگاه دختر از پشت سر معذبم میکرد. سینه‌ام رو جلو دادم. دستهایم رو به شدت تکان میدادم تا نشان دهم بی‌اعتنا و رهایم. اما بدنم مورمور میشد. به بنگاه کارگشایی رسیدم. مرد با لبخند جلیقه رو جلویم گذاشت. جز مداد چند قبض اصلاح مجانی هم توی جیبهایم پیدا کردم. عجب شانسی. احساس خوبی نسبت به مرد پیدا کردم. دلم میخواست جلویش آدم معتبری به نظر بیایم. دستم را روی پیشخان تکیه دادم. گفتم راستش مداد خیلی برام با ارزشه. برای همین اومدم دنبالش. من با همین مداد کتاب شناخت فلسفی رو نوشتم. اصلا اسمش رو شنیدین؟ نه؟ باید تا ابد مداد رو نگه دارم. همه شهرتم از همین مداده. رباخار عزیز ابرویش رو بالا انداخت. که اینطور؟ مرد جوری گفت که اینطور انگار واقعا اسم کتاب رو شنیده بود. دستگیری در رو چرخاندم و خداحافظی کردم. زن دستپاچه روبروی در بود. چمدانی برای گرو آورده بود. بی اختیار جیبهایم رو گشتم تا پولی بزن بدم. پولی نداشتم. شرمنده از در بیرون رفتم. خورشید وسط آسمان بود. زمان گشت و گذار رسیده بود. موج آبرها خیابان را گرفته بود. همه شاد و سرزنده بودند. چند نفری آشنا کنار در دانشگاه دیدم. مسیرم را عوض کردم تا مرا نبینند. مردم با لباس‌های خوش رنگ و خوشبو از کنارم می‌گذشتند. خیابان شبیه مجلسی با شکوه بود. توی نگاه مردم اثری از نگرانی نبود. از گرسنگی، از نگاه صاحب خانه، از رنج هیچ خبری نبود.
من هم کنار مردم قدم برمی‌داشتم، در حالی که حتی نوشتن کلمه خوشبختی رو فراموش کرده بودم. من قربانی بی‌عدالتی بودم. نمی‌دانستم چرا اینطور مورد بدرفتاری زندگی قرار گرفتم. لااقل در این چند ماه بیشتر دیگر طعم شادی رو فراموش کرده بودم. من هدف سخت‌ترین رنج‌های زندگی بودم. انگوش تقدیر مرا نشانه گرفته بود. درک نمی کردم چرا مانند خوکچه‌های هندی مورد آزمایش‌های متعدد قرار گرفته بودم. چرا روزگار مرد رباخار را آزمایش نمی کرد؟ یا زن صاحب خانه؟ یا هزاران آدم دیگر در سراسر کره زمین؟ دلگیر و خسته بودم از تاوان بی پایانی که حتی برای سخت‌ترین گناهانم بی‌رحمانه بود. روی نیمکتی نشستم. پرسش‌های پیاپی ذهنم رو مشغول کرده بودم. بدنم بعد از تحمل ماه‌ها گرسنگی دیگر تاب حرکت نداشت. آیا اراده زندگی به نابودی من استوار شده بود؟ آیا آن رنج بیمانندی توی خود احساس کردم؟ حتی بازوهایم به شدت درد گرفت. معده‌ام هنوز از آخرین غذا لبریز بود، اما آدم ها مقابل چشمهایم می لغزیدند و تکان تکان می خوردند. دو مرد کنارم روی نیمکت نشستند. تمرکز و تعادلم به هم خورد. خشمگین بلند شدم. چیزی نمونده بود با مردها گلاویز شوم، اما پشیمان شدم. روی نیمکت دیگری رفتم نشستم. دوباره بیرحمی تقدیر ذهنم رو مشغول کرد. به دست سرنوشتی فکر کردم که مانع پیدا کردن کار و نان شبم شده بود. توجیهی برای رنجویم نمیافتم. گرسنگی ذره ذره مغزم رو میجوید. سرم به مرور سبکتر میشد و حس میکردم چشمهایم از حدقه بیرون زدند. ناکامی ها مانند بارانی بر سر زندگیم روان بودند. سر به آسمان بلند کردم و از شدت درماندگی گریستم. ناگهان آموزه های دینیم را به یاد آوردم. صدایی توی گوشم تورات خواند. چرا باید برای پیکر بیارزش زمینیم قصه میخوردم؟ ساعت 2 بعد از ظهر بود. باد صدای موسیقی را از میدان دانشجویان با خود میآورد. مداد و کاغذ را برداشتم تا بنویسم. ذهنم خالی و مضطرب بود. مگس‌های مزاحم روی کاغذ چسبیده بودند. تا چند وقت پیش به محض برداشتن مداد کلمات به سرم هجوم میآوردند، اما دیگر کلمه ای نداشتم. فکرم به هر سو پرسه می زد و لحظه روی کاغذ نمی استاد. محو مگس‌های احمق و مزاحم شده بودم. پاهایم را روی هم انداختم. صدای موسیقی ذهن زخمیم را بیشتر خراش می داد. نگاه هم روی پایم متوقف شد. احساس عجیبی داشتم. به کفشایم نگاه کردم. چرمه ترک خورده با بخیه‌های سفید. حس کردم کفشایم دوستای خوبی برایم هستند. از احساسهای خنده دارم کلافه بودم. به کفشا خیره شده بودم. مثل دیوانه ها پاهایم را تکان می دادم. در این حال با فشار دادن چشمایم جلوی اشکم را می گرفتم. جارو بحثم با کفشا بالا گرفته بود که پیرمردی روی نیمکت کنارم نشست. به خودم آمدم و پیرمرد را نگاه کردم. کوچکترین ویژگی جالبی نداشت. فقط چیزی رو لای روزنامه کهنه پیچیده بود و محکم توی دستش نگه داشته بود. با دیدن روزنامه کنجکاو شدم. نکند نوشته های روزنامه مدرک و سند خاصی باشد؟ نکند توطئه‌ای در کار باشد؟ اصلا شاید چیز خطرناکی توی روزنامه پیچیده. دنبال راهی برای ارتباط با پیرمرد بودم. جاسیگاری چرمیم رو درآوردم. تعارفش کردم. پیرمرد گفت به خاطر چشمایش سیگار نمی‌کشد. کنجکاوی هم خفه هم کرده بود. گفتم پس حتما روزنامه هم نمیخونید؟ نه. پس چرا روزنامه؟ پیرمرد وسط حرفم پرید. اهل اینجا نیستی نه؟ نه. از لحجت فهمیدم. گوشم خیلی تیزه. خونت کجاست؟ بدون دلیل دروغ گفتم. میدون سنت اولاف، خونه شماره 2. آدرسی بود که از قبل توی ذهنم مانده بود. بعد شانسی آوردم. پیره مرد میدان رو مانند کف دستش میشناخت. همون خونه ای که روبروش درخت داره؟
اسم صابخونت چیه؟ فکرم هنوز دور بر روزنامه بود. اسمی از خودم ساختم. هاپولاتی. پیرمرد زیر لب گفت. هاپولاتی؟ جوری که انگار از شنیدن اسم تعجب نکرده بود. پیرمرد بسته اسرارآمیز را روی نیمکت گذاشت. کنجکاوی هم بیشتر شده بود. اما پیرمرد هنوز در مورد خانه حرف میزد. صاحب خونت دریا نورده؟ یعنی تو کشتیرانی کار میکنه؟ فکر کنم شما برادرشو میگید نه؟ آقای هاپولاتی تاجره، نمایندگی همه چیو داره، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. پیرمرد قصد رها کردن صاحبخانه ساختگی ام را نداشت. دوباره گفت. عجب، پس حتما ملک و املاک هم زیاد داره. تا دلتون بخواد، آقای هاپولاتی تاجره، از چین و ایران بگیر تا روسیه. بسته رو فراموش کرده بودم. خون توی بدنم می جوشید. بی اختیار پشت سرم دروغ می بافتم. ساده لوحی پیر مرد تشویقم می کرد. حرفایم رو باور داشت و با خون سردی گوش می داد. دلم می خواست هیجان زده‌اش کنم. بنابراین دروغ های بزرگتری ساختم. برایش از دختر آقای هاپولاتی گفتم. دخترشو ندیدین؟ مثل پریاس، کلی کنیز و خدمتکار داره. روی حریر و گل می خوابه. خیلی زیباست. زیباترین مخلوق خداست. یعنی انقدر زیباست؟ زیبا پرستیدنیه، مثل قدیس، نگاهش مثل ابریشمه، صداش مثل فواره آبه. قصه های پریان رو از روی دختر هاپولاتی ساختن. پیرمرد کمی تعجب کرد و سر تکان داد. از شنیدن صدای خودم به وجد آمدم. دیگر توجهی به بسته روزنامه پیش نداشتم. همانطور بی وقفه دروغ می گفتم. خون توی سرم جمع شده بود. پیرمرد خسته شده بود. آرام گفت. پس آقای هاپولاتی خیلی پول داره. یکو از پیرمرد خشمگین شدم. اسم ساختگی رو طوری به زبان می آورد انگار اسم معمولی است. از اینکه روی پیرمرد رو کم نکرده بودم اعتمادش رو بشکنم به شدت عصبانی بودم. با لحن تندی گفتم. بله خدا رو شکر پول داره. تازه زنش رو ندیدین؟ چاخترین زن دنیاست. لنگش توی قبایل وحشی آفریقا هم پیدا نمیشه. پیرمرد سری تکان داد. از عصبانیت سرخ شده بودم. روبرویش ایستادم و با فریاد داد زدم. مردک خجالت نمیکشی؟ فکر کردی خیلی خوشم میاد به دروغ بگم؟ فکر کردی من انقدر بدبختم؟ لابد چون قوطی سیگارم خالیه فکر کردی فقیرم؟ پیرمرد با دهان باز بستش رو برداشت و دوان دوان دور شد. روی نیمکت نشستم و دور شدن پیرمرد رو نگاه کردم. نمیدانم چرا، ولی ابدا از دشنام دادن به پیرمرد پشیمان نبودم. پایان روز نزدیک بود. خورشید آرام آرام فرو می نشست. به صدای مردم گوش کردم. احساس آرامش می کردم. هیجانم از بین رفته بود و خستگی جایش را گرفته بود. معده‌ام دوباره سبک شده بود و چشمایم دوباره سنگین. انگار تازه از کار در معدن زغال سنگ برگشته بودم. تمام بدنم کوفته بود. روی نیمکت دراز کشیدم. توی خواب و بیداری بودم که دستی را روی شانه‌ام حس کردم. نگهبان پارک گفت اینجا جای خوابیدن نیست. زود بلند شدم. دوباره رنج ها به سر قلبم هجوم آوردن. باید کاری میکردم. مهلت اجاره‌ام گذشته بود. مدادم را برداشتم. چهره صاحبخانه رو روی کاغذ می دیدم. تمام صفحه را از عدد 1848 بر کردم. درست همان سالی که به سختی و با درماندگی درش نفس می کشیدم. عدد را گاهی از طول کاغذ می نوشتم، گاهی از عرض. منتظر فکری ناب برای نوشتم بودم. روز پوچی را پشت سر گذاشته بودم. بی‌حسی پاییز همه جا رخنه کرده بود. برگ درخت ها می ریخت. تمام موجودات نگران زندگیشان بودند. باد پاییزی از سر گیاهان گذشته و به صورتشان رنگ زرد پاشیده بود. حس می کردم وارد دنیای خواب زده ها شدم. مثل حشره‌ای در حال مرگ هر لحظه به نابودی نزدیکتر می شدم. مشتم رو گره کردم و گفتم این زندگی نیست. نه این زندگی نیست. مصمم بودم مقاله‌ای بنویسم. باید از همراهی دائمی کابوس صاحبخانه با خودم خلاص می شدم. شروع کردم. چند صفحه نوشتم. باید ادامه می دادم. اما ذهنم به جایی نمی رسید. حس می کردم مغزم ناتوان شده. خلأ بزرگی توی سرم پیدا شده بود.
چندین بار زیر لب نجوا کردم. خدایا خدایا خدایا. باد میان برگا میلولید و منم از سرما مورمور شده بود. کاغذها رو تا کردم و دکمه های کتم رو تو بالا بستم. به سمت خروجی پارک رفتم. کاش موفق میشدم، کاش اجاره اتاق رو میدادم. اگر همین وضعیت ادامه داشت باید اتاق رو پس میدادم. کنار در خروجی پارک پیرمردی که سرش داد و فریاد کرده بودم رو دیدم. باید از پیرمرد عذرخواهی میکردم، ولی با دیدن غذایش پشیمان شدم. انگوش‌های چروک و پلاسیدهش نان و کره را زندانی کرده بودند. حالم به هم خورد و زود دور شدم. عادت داشتم آیه‌ای روی دیوارها را بخوانم. طبیعی بود چون دنبال کار میگشتم. چشمم با آگهی تجارت خانه کریسی افتاد. جای خوبی بود. حتی اگر نصف حقوق بقیه به من حقوق میدادن باز هم قبول میکردم. آدرس تجارت خانه را نوشتم. بعدش درخواست کار را توی صندوق پستی کوچه انداختم و خیلی زود به خانه برگشتم. وقتی رسیدم نامه خانم صاحب خانه روی میز بود. نوشته بود یا اجاره را بپردازم یا زودتر اتاق رو تخلیه کنم. روی صندلی گهواره‌ای ولو شدم و فکر کردم. هوا تاریک و تاریکتر می شد. صبح زود از خواب بیدار شدم. هوا هنوز تاریک بود. زنگ ساعت دیواری از طبقه پایین ساعت 5 را اعلام می کرد. ناگهان طرحی برای نوشتن پاورقی به ذهنم رسید. طرح زیبا و بی‌نظیر که رفته رفته کامل شد. نباید وقت رو تلف می کردم. مداد و کاغذ رو برداشتم. جمله پشت هم روی کاغذ می آمدن. صحنه ها به هم می پیوستن. فکرها با سرعت نور به ذهنم هجوم می آوردن. بی وقفه می نوشتم. حتی لحظه ای سرم رو از روی کاغذ بلند نکردم. انگار کلمات الهام می شدند. حدود 20 صفحه نوشته بودم. به ساعت نگاه کردم. 2 ساعت تمام نوشته بودم. از رخت خواب پایین آمدم و نوشتم رو بازنویسی کردم. عجیب بود. نوشته‌ای فوق‌العاده شده بود. سرم از فرط خوشی تیر می‌کشید. حداقل 10 کرونی بابتش می‌گرفتم. البته 5 کرون رو هم قبول می‌کردم. اما حاضر نبودم نوشته خوبم رو مجانی بدم. ساعت 7 صبح بود. برای بار 1000م آگهی‌های روزنامه را خواندم. روزنامه‌هایی که هم پرده بودند و هم فرش. وسط اتاق ایستادم. به در و دیوار نگاه کردم. اتاق ابداً در شأن نویسنده روشن فکری مثل من نبود. صندلی گهواره‌ای پوسیده، کوچک و در و داغون. دیگر فرصت صبر نبود. باید از اینجا می رفتم. دستی روی نوشته‌های جدیدم کشیدم. نوشته‌ها آرام توی جیبم نشسته بودند. چمدان را بیرون کشیدم. وسایل را داخلش ریختم. دستمالی سرخ، روزنامه مخصوص نان، پتو و کاغذهای سفیدم را برداشتم. تمام گوشه کنار اتاق را بررسی کردم. نه، چیزی جا نمانده بود. قبل از رفتن نامه برای صاحبخانه نوشتم. تشکر کردم و نوشتم به زودی کرایه‌اش را پرداخت میکنم. باید میفهمید من مرد شایسته‌ای هستم. جوری نجاتم را باور داشتم که وعده داده بودم به زودی برایش پول میبرم. باید میفهمید مستجرش از شریفترین مردای دنیاست. پتویم را زیر بغلم زدم و از خانه بیرون آمدم. جلوی در به آسمان نگاه کردم. از خدا بابت لطفش تشکر کردم. از شوق چند قطره‌ام گریستم و راه افتادم. باران صبحگاهی خیابان را مرطوب کرده بود. اثری از تلالو خورشید نبود. ساعت 8:30 شده بود. دفتر روزنامه 2 ساعت دیگر باز می شد. توی خیابان چرخ می زدم. دیگر ترسی از گرسنگی نداشتم. به یاری خدا روزهای سخت به پایان رسیده بود. پتو اذیتم می کرد. در شأن من نبود پتو به دست توی شهر رفت و آمد کنم. به مغازه رفتم و از شاگرد مغازه خواستم پتو را بسته بندی کند. شاگرد شانه‌هایش را بالا انداخت و با تحقیر به پتو نگاهی انداخت. آزرده شدم و با عصبانیت گفتم مراقب پتو باش، 2 تا عتیق داخلشه، باید بفرستم بندر ازمیر تو ترکیه. شگردم گرفت و شاگرد مغازه عذرخواهی کرد. مثل تاجرها رفتار کردم.
انگار هر هفته بسته‌ای گران قیمت به نقاط مختلف دنیا میفرستم. پتو رو بسته‌بندی شده تحویل گرفتم و بیرون آمدم. توی بازار قدم میزدم. روزهای قرمز و خونین وسوسه میکردن. قیمت یکیشان را پرسیدم. اگر پول داشتم حتماً شاخه روزی میخریدم. حتی اگه مجبور میشدم توی خوردن غذا بیشتر صرفه جویی کنم. بالاخره دفتر روزنامه باز شد. مسئول آرشیو بین روزنامه ها دنبال چیزی میگشت. صدایم رو صاف کردم و گفتم سلام آقای سردبیر، هنوز نیومده؟ نه، کارتون چیه؟ نوشته من رو به آقای سردبیر بدین. فقط خواهشم به خودشون بدین. فقط حواستون باشه که آسیب نبینه. باشه. از آرامش مسئول آرشیو عصبی شدم، اما شانه بالا انداختم و خارج شدم. هوا گرفته و کثیف بود. زنها از سر احتیاط چترهایشان را باز کرده بودند. مردها هم کلاهای پشمی بدقواره‌ای پوشیده بودند. دوباره چرخی توی بازار زدم. ناگهان دستی روی شانه هم حس کردم. دوستم دمویزل بود. علاقه چندانی به دوستیش نداشتم. دمویزل بسته زیر بغلم را نگاه کرد. این چیه؟ پارچه لباسه. میخوام لباسمو بدوزم. باید به خودم برسم. خوبه. حالت چطوره؟ عالی. بهتر از این نمیشه. حالم خیلی خوبه. حتما کار پیدا کردی نه؟ آره، توی تجارت خونه معروفی حسابدار شدم. خیلی خوشحالم. راستی پیشنهاد میکنم پارچتون رو پیش خیاط من ببرید. عالیه. خشمگین شدم. دلیلی نداشت توی زندگی شخصی دخالتی کنه. آدمی پوچ ولی خوش لباس که خلقم رو تعیین میکرد. با خشم بدهکاریش رو یادآوری کردم. 10 کرون به من بدهکار بود. بلافاصله از گفتم پشیمون شدم. نگاه کردم به چشمایش برایم سخت بود. زنی از میان ما رد شد. از فرصت استفاده کردم و گریختم. پایان نوشتم فکرم را مشغول کرده بود. روی مغازه به ساعت نگاه کردم. سردبیر ساعت 4 می آمد. هنوز زمان زیادی مانده بود. هرچه بیشتر فکر می کردم ناامیدتر می شدم. نه، نوشتم آنقدر که فکر می کردم درخشان نبود. امکان نداشت بین خواب و بیداری متن با ارزشی نوشته باشم. نیمی از روز رو با امید واهی شادی کرده بودم. به خیابان‌های تنگ محله چوبباری رسیدم. 2 گاری اونجا از کنارم رد شدن. درشکچی ها لم داده بودند و آواز می خوندن. صورتشان گرد بود و کلاه نداشتن. نزدیکشان شدم. یکیشان پرسید اون چیه زیر بغلت؟ هیچی، ملافه تخت. دوباره پرسید ساعت چنده؟ نمیدونم، فکر کنم 3 بعد از ظهر. 2 نفری زدن زیر خنده. قبل از رفتن سیلی محکم توی گوشم خوابوندن. کلاهم پرت شد روی زمین. گوشم سوت کشید. کلاهمو برداشتم و راه افتادم. روی تپه از پیرمردی ساعت رو پرسیدم. به همین زودی ساعت 4 شده بود. قدمهایم رو تند کردم. شاید همین حالا هم دیر کرده باشم. گاهی میدویدم، گاهی به سرعت راه میرفتم. مثل دیوانه تلاش میکردم زودتر برسم. بالاخره به دفتر روزنامه رسیدم. در رو باز کردم. وارد شدم. سردبیر رو به پنجره نشسته بود. میخواست چیزی بنویسد. سرفه ریزی کردم. ببخشید. هنوز وقت نکردم بخونمش. از این که نوشتم توی سطل زباله نبود خوشحال شدم. با هیجان گفتم اشکال نداره، چند روز دیگه صبر میکنم. نگران نباش، آدرس تو دارم. دوباره امیدوار شدم. از در بیرون اومدم. پرگویی های ذهنم دوباره شروع شد. حتما روزگار تصمیم گرفته بود موفق شوم. همه چیز عالی بود. فقط کمی پول لازم داشتم و جایی برای خواب. توی خیابون ها پرسه زدم تو جایی برای خواب پیدا کنم. گاهی وسط خیابان می ایستادم و فکر می کردم. زمان و مکان رو فراموش کردم. حالا شب را چطور سر می کردم؟ شب جایی برای ماندن نداشتم. غرورم اجازه نمیداد به خانه قبلی برگردم. هرگز حرفم رو زیر پا نمی گذاشتم. چشمهایم رو بستم. در خیال خودم رو توی اتاق گرمی دیدم. روی میز غذاهای خوشتم و خوشبویی چیده شده بود. ساندویچ های کره و مربا با انواع غذاها. چشم باز کردم. اتاق گرم به تاریکی مطلق خیابان تبدیل شد. با خودم گفتم بهتر که غذایی ندارم. غذا معده‌ام رو سنگین می کند.
من برای سیری ساخته نشده بودم. فقط جای خواب مهم بود. باید دنبال جای خواب میگشتم. شاید در حومه شهر جایی پیدا میشد. اگر نه جنگل رو که از من نگرفته بوده. نزدیک دریا آرامش دلچسبی برقرار بود. روی نیمکت سردی دراز کشیدم و بسته را زیر سرم گذاشتم. صدای دریا از دور شنیده میشد. انگار قایق کوچکی به صخره میخورد و برمیگشت. دود مانند لاف سیاه از دودکش‌های کشتی بیرون میزد. صدای خفه موتور کشتی شنیده میشد. روی نیمکت سرد و مرطوب چشمهایم روی هم رفت و خوابیدم. نمیدانم چقدر گذشت. من گویا یخ‌زده از خواب پریدم. تاریکی غلیظ‌تر شده بود. پهلویم از شدت سرما تیر میکشید. برای گرم شدن تون تون راه میرفتم. دستایم رو به هم میمالیدم و نفس سردم رو توی مشتم ها میکردم. به ایستگاه آتش نشانی رسیدم. خیره به ساختمان نگاه کردم. اگر نگهبان مرا نمیدید میشد تا صبح توی یکی از سالن‌هایش بخوابم. داخل شدم تا سر صحبت رو با نگهبان باز کنم، ولی تا مرا دید تندی باتومش رو سمتم گرفت. تمام بدنم لرزید. حس کردم باتوم چند بار به بدنم خورد. هراسان خودم رو عقب کشیدم و توی تاریک ناپدید شدم. گرسنه، سرمازده و تلخ بودم. توی پیاده روی تاریک با صدای بلند دشنام میدادم. اصلا مهم نبود کسی صدایم رو میشنود یا نه. روبروی مجسمه شیر میدان یاد دوست نقاشم افتادم. ما خیلی دوست بودیم. حتی روزی به خاطرش کتک خورده بودم. بلند شدم و خانهش رو پیدا کردم. تا در را باز کرد بوی زننده توتون توی بینیم پیچید. شب بخیر. سلام. تویی؟ چرا الان اومدی؟ بیا تو، یه تابلوی جدید کشیدم، باید ببینیش. فقط زیر این نور چراغ نفتی خوب دیده نمیشه. بیا تو. نمیدونستم از چه حرف میزند. گفتم آره، نشونم بده. زیر نور کم که نمیشه. ولی البته راستش من امشب مهمون دارم. یعنی بعد چشمک ریزی زد. چند قدم عقب رفتم. خدافزی کردم. چاره ای نداشتم. به سمت جنگل رفتم. زمین مرطوب و سرد بود. دیگر رمقی برای پیدا کردن جای خواب نداشتم. بی هدف پرسه می زدم. به سمت دانشگاه رفتم. جلوی خاربار فروشی چشمم به خوراکی های پشت ویترین افتاد. دلم زحف رفت. پاهایم سوز شد. گربه کنار نان گردی لم داده بود. چند دقیقه به خوراکی ها خیره شدم. بعد به راهم ادامه دادم. کنار جاده روی خاشاک دراز کشیدم. پتو رو از بسته بیرون آوردم. صدای جغد مانند زمزمه یک نواخت ادامه داشت. مدام پهلو به پهلو می شدم. از جا بلند شدم. کمی قدم زدم و دوباره دراز کشیدم. گوشم ورم کرده بود. کفشایم رو زیر سرم گذاشتم. تا صبح از درد و خشم به خود می پیچیدم. صبح بالاخره خوابم برد. نزدیک ظهر از خواب بیدار شدم. مثل سگ خیسی زیر بارش برف می لرزیدم. هوا ابری بود. به طرف شهر راه افتادم. نور خورشید چشمم را اذیت می کرد. در راه چند باری بالا آوردم. دست و پاهایم کرخت و بی‌حس شده بود. سرم گیج می رفت. تلو تلو خورم به راهم ادامه دادم. پشت شیشه رستوران ایستادم و نام غذاها رو خواندم. گرسنگی چون زهری توی خونم می دوید و آخرین ذره‌های توانم رو می گرفت. مجبور شدم روی پله خانه بنشینم. گوشم تیر می کشید. آشنایی توی کوچه دیدم. سلام کردم. حواسم سر جایش بود، ولی انگار رگی توی مغزم پاره شده بود. شکنجه تازه روی تمام شکنجه‌های قبل. باید کاری می کردم. قبل اینکه گرسنگی و کرختی زمین گیرم کند، با گرو گذاشتن پتو حداقل پول کمی برای غذا دستم را می گرفت. دیگر امانت داری کافی بود. به گرو فروشی رفتم تا پتو را گرو بگذارم. جلوی مغازه پاهایم قفل شد. جلوتر نرفتم. منصفانه نبود. نباید به خاطر غذا پتوی دوستم را گرو بگذارم. از مغازه دور شدم. احساس خوبی داشتم.
احساس مرد شرافتمندانهی که وسوسه شیطانی را دور می کند. دانستم اخلاق ارزشمندی دارم. من در دریای گلالود فانوس دریایی هستم. گرو گذاشتن مال دیگری در ازای غذا؟ هرگز. من فقط برای لحظهی وسوسه شدم. به هر حال مرد نیمه جان که پتوی دوستش را به شانه دارد از وهم و خیال مسوم نیست. باید راه دیگری پیدا می کردم. به طرف تجارت خانه رفتم. باید درخواستم را آنقدر پیگیری می کردم تا جایی که بیرونم کنند. از کجا معلوم نتیجه نمی گرفتم. راه نجات گاهی محال ترین راه است. در راه تمرین می کردم چطور با تاجر حرف بزنم. به خودم وعده دادم شاید تاجر مرد خوشقلبی باشد و کرونی از حقوقم را به عنوان مساعده پیش بدهد. توی کوچه سر زانویم را با آب دهان خیس کردم. به تجارت خانه رسیدم. مردی روی کیسه روزنامه می چسباند. ببخشید، با آقای کریسی کار داشتم. خودم را معرفی کردم. تاجر چند بار اسمم را تکرار کرد. بعد ورق کاغذی بیرون کشید و با صدای بلند خندید. این مال شماست؟ ببین رو تمام کاغذ نوشی 1948. با ناراحتی گفتم. درسته. به خاطر حواس پرتیه. من آدم حواس جمع میخوام. خوب مینویسی یا پسر، ولی من میدونم حرف شما درسته، ولی مطمئن باشید دیگه پیش نمیاد. من از پس کار برمیام. فایده ای نداشت. تاجر کس دیگری را انتخاب کرده بود. دست از پا دراسر بیرون آمدم. صورتم سرخ شده بود. دستایم از خشم می لرزید. عمدن به آبرها تنه می زدم. مردی سرم فریاد کشید. دشنام دادم و به صورتش مشت زدم. مرد پلیس را خبر کرد. دلم می خواست با پلیس هم دعوا کنم، اما دعوای پیش نیامد. حتی بد جنسی هایم ناکام می ماند. اصلا چرا نوشته بود 1848؟ با این سال لعنتی چه کار داشتم؟ از همیشه گرسنه تر بودم. روده هایم مثل دمار یاغی به هم می پیچیدند. دوباره فکر گرو گذاشتن فتو و معده گرسنه‌ام رو تحریک می کرد. لحظه به لحظه ضعیف‌تر و روز به روز لاغرتر می شدم. کم کم شرافتم پشت سوزش های بی امان معده رنگ باخت و از خود واقعیم فاصله گرفتم. مدام دروغ می گفتم. کرای خانه مردم بی‌نوا را نمی دادم. حس پستی آرام ولی بی‌رحمانه توی وجودم رسوخ می کرد. ندای وجدان مرا ترک کرده بود و فساد شخصیتم را می خورد. تقدیر شاهد سقوط آرامم بود. وضع وحشتناکی داشتم، اما می دانستم هنوز شیطانهای شرور را به خشم می آوردم. هنوز گاهی گناهان را به تأخیر می انداختم. روزی گرسنه تر از همیشه توی خیابان پرسه می زدم. ناگهان قدم هایم را تندتر کردم. زیر در تراش خورده ایستادم. به شیارهای در و سنگ فرشان نگاه کردم. از پله ها بالا رفتم. بی اراده زنگ خانه ای را زدم. زن جوانی در را باز کرد. زن گفت: برو، برو یه جای دیگه. خشمگین شدم. چرا زن بی مقدمه مرا گدای بی نوا در نظر گرفت؟ مؤدبانه کلاه از سر برداشتم و گفتم: سلام، شما آگهی مراقبت از سالمند داده بودین؟ نه آقا. خیلی معذرت میخوام، من نمیدونستم کدوم زنگو بزنم. آقای مریضی مراقبت لازم داره، شما نمیشناسینش؟ نه نه، ما مریض نداریم. تعظیمی کردم و از پله و پایین آمدم. صورت زن از شرم و خجالت سرخ شده بود. توی پیاده رو ایستادم. انگار زن آب یخی روی سرم ریخته بود. یعنی حالا من گدا بودم؟ همون گداهایی که دل همه برایشان می سوزد؟ مقابل رستورانی ایستادم. بوی کباب معده‌ام را آزرد. دستگیره در رستوران را چرخاندم، اما به موقع به خود آمدم و داخل نشدم. اطراف کلیسا جایی برای نشستن نبود. آب خوردم و راه افتادم. سر تا پایم ضربان شده بود و به شدت می زد. معده هم دیگر طاقت حمل کردن آب را هم نداشت. کنار خیابان خم شدم و آب را بالا آوردم. به گورستان مسیح رسیدم. پیرمردی با عینکی آبی سنگ قبری را تراش می داد. با دیدنش یاد دوستم افتادم.
دوستم مستخدم بانک بود. کاش میشد شرم را کنار بگذارم و سراغ دوستم بروم، برایش بگویم زندگیم سراسر رنج است، فقط نیم کرون لازم داشتم. با ترسی عصبی جیبهایم را گشتم، بالاخره قبضی برای سلمانی مجانی پیدا کردم. دیگر بهش نیازی نداشتم. تصمیم گرفته بودم صورتم را اصلاح نکنم، باید زودتر سراغ دوستم میرفتم. امیدی تازه زیر پوستم دویده بود. به قبضها نگاه کردم، احتمالاً صاحب نیم کرون میشدم، صاحب سکه زیبا و درخشان. به سمت کافه را افتادم. بانک ساعت 6 تعطیل میشد و دوستم از مقابل کافه میگذشت. باد بین درخت‌های بلوط میپیچید. خورشید غروب کرده بود. ناگهان ایستادم. چرا باید جلوی دوستم را میگرفتم؟ کارمند بانک چه نیازی به قبض‌های رنگ رو رفته من داشت؟ شاید خودش چند دسته قبض تمیزتر از این داشته باشد. جیب‌هایم را گشتم تا چیز دیگری پیدا کنم. آخر سر کراواتم را باز کردم، دکمه‌های کتم را تا بالا بستم، چون دیگر جلیقه‌ای نداشتم که سینه اوریانم را بپوشاند. کراوات قبض‌ها را توی کاغذ سفیدی پیچیدم و به طرف کافه رفتم. ساعت 7 بود. اطراف کافه قدم می‌زدم. با دقت آبرها را زیر نظر گرفته بودم. بالاخره دوستم را دیدم. قلبم تون تون می‌زد. بدون سلامی جلویش ظاهر شدم. گفتم: رفیق، نیم کرون، فقط نیم کرون. بعد بسته را مقابلش گرفتم. زیر لب گفت: باور کن ندارم. دیشب رفتم گردش، تمام پولم را خرج کردم. حرفش را باور کردم. دلیلی نداشت برای موضوعی بی اهمیتی دروغ بگوید. حس کردم چشمای آبیش مرطوب شدند. عقب‌تر رفتم و از دوستم دور شدم. چند قدم بیشتر نرفته بودم که صدایم زد. به بسه اشاره کرد. گفتم: مال خودت، چیز مهمی نیست، تمام دارایی منه. از انعکاس صدایم بلند بلند گریستم. هوا سردتر شده بود. تمام طول خیابان را گریستم. دلم برای خودم می سوخت. زیر لب زمزمه می کردم: خدایا، خدایا، من چقدر بدبختم. انگار به عقربه های ساعت وزن بسته بودند. توی خیابان سرگردان بودم. جلوی مغازه ها و خانه ها می نشستم. گاهی پشت کالاسکه ها پنهان می شدم. نزدیک کلیسا پشت چند تخت چوب دراز کشیدم. دیگر به جنگل نمی رفتم. راه جنگل سخت و طولانی بود. چراغ‌های خیابان خاموش شد. مغازه‌ها یکی بعد از دیگری تعطیل شدند. ناگهان سایه‌ای بالای سرم دیدم. از برق دکمه‌هایش فهمیدم نگهبان است. نگهبان صورتش را جلو آورد. شب بخیر. وحشت زده از جا پریدم. نگهبان آدرس خانه‌ام را پرسید. آدرس اتاق زیر شیروانی، یعنی خانه قبلی را دادم. با ترس پرسیدم: کار بدی کردم؟ نه، اما باید برین خونتون، هوا خیلی سرده، بیرون یخ میزنیم. بی اختیار به سمت خانه قبلی هم حرکت کردم. اگر آرام از بلا بالا میرفتم اتفاقی نمیافتاد. دم در کفش هایم را در آوردم. روی پنجه از پله ها بالا رفتم. فقط صدای ساعت و گریه بچه شنیده میشد. توی تاریکی در اتاقم را پیدا کردم. طبق عادت بدون کلید بازش کردم و وارد شدم. اتاق کوچکترین تغییری نکرده بود. روی میز نامه‌ای بود. حتما صاحب خانه خواسته بود پایم را توی اتاق نگذارم. نامه را برداشتم و دوباره پتو زیر بغل خانه را ترک کردم. پله‌ها صدا می‌دادند. خودم را جمع کردم. نفس توی سینه‌ام حبس شده بود. بالاخره به خیابان رسیدم. زیر نور چراغ نامه را باز کردم. انگار توی مغزم چراغی روشن شده بود. صدای بی رمق خودم را شنیدم که از شادی بیهوده فریاد می زد. نامه سردبیره، نامه سردبیره. با دستی لرزان نامه را باز کردم. نوشتتون فردا چاپ میشه. 10 کرون به شما پرداخت میشه. میگریستم و میخندیدم.
توی خیابون میدویدم، تمام شب آواز خواندم، وسط کوچه فریاد میزدم، قریحه سرشار، نبوغ، زوق، پول، پول، پول. توی گورستان مقاله می نوشتم. ساعت 10 شب در گورستان را می بستند. به سمت خانه حرکت می کردم. دوباره گرسنه بودم. 10 کرون خیلی زود تمام شده بود. 2-3 روزی می شد غذا نخورده بودم. نوشتن خستم می کرد. به خانه برگشتم. اتاق جدیدم قبلن در اجاره مرد حلبی ساز بود. اتاق انقدر تاریک بود که می ترسیدم واردش شدم. چرخی زدم، بعد به ساحل رفتم. روی نیمکتی نشستم. دیدن بندر حالم را خوب می کرد. اندوه برای لحظات کوتاه رهایم می کرد. نوشته هایم را خواندم. شادی اندکی توی سرم جریان یافت، اما دوباره خسته شدم. دریا آرام بود. آب مثل مروارید آبی رنگی می درخشید. نگهبان سر پستش گشت‌زنی می کرد و سکوت شب را می شکست. توی جیبم فقط چاقو و دست کلید بود. بی اختیار نوشتم را بیرون کشیدم. با تنها کاغذ سفیدم شیپوری درست کردم. انداختم کف خیابان. باد شیپور را با خودش می برد. با خودم خیال کردم مثلا شیپور شی قیمتی است، مثل طلا. خودم را فریب می دادم و سعی می کردم حدس بزنم شیپور چقدر قیمت دارد. خودم را وسوسه می کردم شیپور را بدزدم. صدای سرفه نگهبان را شنیدم. بلند بلند ادای سرفهش را درآوردم. نگهبان می خواهی کفشش را روی زمین می کشید. نزدیک کاغذ ایستاد. احتمالا خیال می کرد با گنجی بادآورده روبروست. بعد داخل شیپور رو نگاه کرد و فهمید کاغذ بیارزشیست. من قهقه می زدم و روی پایم می کوبیدم. قهقهم بی صدا و خفه بود، مانند بغضی در آستانه ترکیدن. سکسکم گرفته بود. از شادی روی پا بند نبودم. با صدای بلند داستان شیپور را برای خودم تعریف می کردم. ادای نگهبان را در می آوردم. نیمه شب به خود آمدم. نسیم دلچسبی می آمد. دکل ها و کشتی ها از دور مانند هیولای تاریکی دیده می شدند. انگار قصد داشتن مرا ببرند. آنقدر گرسنه بودم که دیگر دردی حس نمی کردم. انگار از زندگی تهی شده بودم. روی نیمکت دراز کشیده بودم و احساس رهایی می کردم. دیگر حسی نداشتم. دلم چیزی نمی خواست و به چیزی هم فکر نمی کردم. از خودم دور شده بودم. آسمان سیاه بالای سرم خودنمایی می کرد. سمفونی خواب‌آور سکوت ذره ذره روحم را می بلید. هیولای تاریکی مرا به دنیای دیگری برده بود. توی قصر زیبای شاهزاده خانم قدم می زدم. شاهزاده خانم مقابلم زانو زد و گفت: ای مرد دلیر، خوش آمدی. بی استابستان منتظرت بودم. برای غمهایت گریه می کردم. رویاهای زیبا برایت می فرستادم. بعد دستم را گرفت، با هم از تالار قصر عبور کردیم. همه جا روشن و پر از هیاهو بود. توی باغ گلهای زرد نشستیم. شاهزاده خانم برایم موسیقی زیبا نواخت و در لذتی پر نور غرق شدیم. با تکان شدید دستی قصر و شاهزاده خانم محو شدن. نگهبان بود. خیس عرق از جا پریدم. نگهبان با عصبانیت گفت: بلند شو ببینم. بی‌رحمانه به دنیای واقعی کشیده شدم. با صدای بلند برای اینکه بدانم هنوز زنده‌ام گریستم. از جایم بلند شدم. توان راه رفتن نداشتم. چند قدم که رفته بودم نگهبان دوباره فریاد زد: صبر کن احمق، کلاهت رو جا گذاشتی. کلاهم را برداشتم. تلو تلو خوران راه افتادم. به شدت گرسنه بودم. دلم نان جو میخواست. مزهش زیر زبانم آمده بود. چشمهایم را بستم و نان را تصور کردم.
معده‌ام می‌سوخت و می‌لغزید. با تمام وجود آرزوی مرگ کردم و گریستم. چشم‌هایم پایانی نداشتند. جلوتر رفتم، یاد حرف نگهبان افتادم. به من گفت احمق. با مشت گره کرده برگشتم سمت نگهبان. دیوانه وار می دویدم. چند بار روی زمین افتادم. می دویدم. یکو خسته شدم و ایستادم. اصلا چرا باید به حرف پاسبان اهمیت می دادم؟ گرسنگی بدنم را می شوید. ضعف داشتم. برای سیر شدن پشت سر هم آب دهانم را قورت دادم. دست و کمرم درد میکرد. چرا بختم برای تیره ماندن تلاش میکرد؟ دشمنی سرنوشت با من از سر چه بود؟ یعنی اندازه کارگری روزمزد یا گدایی درمانده هم حق زندگی نداشتم؟ مگر چه فرقی با بقیه داشتم؟ مگر دنبال کار نرفته بودم؟ مگر صبح تا شب ننوشته بودم؟ من آدم تنبلی نبودم. شانه های قوی داشتم. حتی از پس چوب بری هم بر می آمدم. هرگز، حتی وقتی پول داشتم ولخرجی نکرده بودم. هرگز در رستوران غذای خوبی نخورده بودم. پس چرا زندگیم درست نمی شد؟ از خودم سوال می پرسیدم و راه می رفتم. روبروی رنگ فروشی ایستادم. هر چقدر سعی کردم روی قوطی ها را بخوانم نشد. عصبانی لگدی به ویترین زدم و رد شدم. نگهبانی تای کوچه ایستاده بود. نزدیک رفتم و با لحنی آشفته گفتم ساعت 10 شبه؟ نگهبان با تعجب گفت نه خیر، ساعت 2 شبه. میگم ساعت 10 شبه یعنی ساعت 10 شبه. نگهبان سر تا پایم را ورانداز کرد و با ملایمت گفت مهم نیست ساعت چنده، دیگه باید برید خونه، همراهتون بیام. از مهر و محبت نگهبان شرمنده شدم. اشک توی چشمایم جمع شد و با بغض گفتم نه ممنونم، امشب زیاد روی کردم. نگهبان دستی تکان داد و رفت. کاش پولی داشتم تا محبتش رو جبران میکردم. بی اختیار گریستم و به زمین و زمان دشنام دادم. مثل موشاب کشیده به خانه رسیدم. کلید خانه رو گم کرده بودم. چند بار محکم روی سرم زدم. حالی شده بود. برای آدمی که از فرط گرسنگی جایی رو نمیبیند، چه اتفاق شیرین تر از گم کردن کلید؟ باید برمیگشتم به ساحل تا کلید را پیدا کنم. فکری به سرم زد. باید از پلیس کمک بگیرم. به پلیس گفتم، اما آنها کلیدی پیدا نکرده بودند. نگهبان پیشنهاد داد به هتل بروم. گفتم همه پولم خرج کافه شده. نگهبان کمی فکر کرد. پس تشریف ببرید نگهبانی، بگویید بیجا و مسکن هستم. با خودم گفتم دست مریزاد، چه فکر خوبی. اسمتون آقا؟ آندراس تانگن. اختیار دروغ گفتم. نگهبان شغلم رو پرسید. دهنم قفل شد. خواستم بگویم عربی ساز، اما عربی ساز با اسم دروغینم سنخیاتی نداشت. خبرنگار. آره خودم رو خبرنگار معرفی کردم. سینه‌ام رو جلو داده بودم. نباید میفهمیدن دروغ گفتم. توی بازداشتگاه بی خانمانها من را به قسمت ویژه فرستادن. اتاق تمیزی داشتم، سرپناهی امن. احساس آرامش کمرنگی دوباره توی تنم روان شد. روی تخت لم دادم. به چراغ گازی خیره شدم. من پلیس ها رو فریب داده بودم. خبرنگار روزنامه معروف، مهمان صدر اعظم. بنابراین فقط قسمت ویژه در شأن چنین مهمانی بود. رأس ساعت 10 همه جا تاریک شد. تاریکی مطلق اعصابم رو به هم ریخته بود. لباسهایم رو درآوردم. جز خواب چاره دیگری نداشتم. چشمهایم رو بستم ولی خوابم نمی برد. برای خودم آواز می خواندم تا حالم سر جا بیاید. باران بند آمده بود. از روی تخت بلند شدم.
دستایم رو تکان دادم، سعی کردم خودم رو آرام کنم، اما فایده ای نداشت. عرق از صورتم می چکید. از تاریکی مطلق ترسیده بودم. سوراخی روی دیوار کنار تخت بود. انگشتم رو توی سوراخ فرو بردم تا عمقش رو بسنجم. خوابم نمی برد. آنقدر به صدای پای آدم ها گوش کردم که تشخیص می دادم صدای پای نگهبان است یا آدم معمولی. با انگشت روی میز ضرب گرفتم. ناگهان حس کردم حرکت انگشت هایم کلمه تازه اختراع کرده است. نیمخیز شدم. عجب کلمه اختراع کرده بودم. آهسته صحبت میکردم تا کسی از اختراعم با خبر نشود. دنبال معنای مناسبی برای کلمه میگشتم. مثلا قفل، سپیددم یا هر چیز دیگری. باید صبر میکردم تا کلمه مناسبی پیدا کنم. روی تخت دراز کشیده بودم. معنی کلمه از ذهنم بیرون نمیرفت. من کار خودم رو کرده بودم. مهم اختراع کلمه بود، ولی پیدا کردن معنای کلمه مسئله مهمی است و اختراع کلمه از خوابیدن ارزش بیشتری دارد. سرم را بین دستهایم گرفتم. دنبال معنای کلمه بودم. انگار کسی با من حرف میزد. با عصبانیت گفتم: یعنی میگی معنیش رو بذارم کاموا؟ کاش خدا بهت یکم عقل میداد. من از کاموا بدم میآید. چطور ممکن است اسم کلمه ای را کاموا بگذارم؟ از روی تخت بلند شدم. تب داشتم. باید آبی به صورتم میزدم. صورتم رو شستم و روی تخت دراز کشیدم. چشمهایم را بستم. سعی کردم بخوابم. چه بامزه. نگهبان فکر میکرد توی شیپور کاغذی شیء با ارزشی هست. گرسنگی آرام آرام عقلم رو به زوال و نابودی میبرد. خوابم نمیبرد. تاریکی اتاق رویم سنگینی میکرد. نفسم بالا نمیامد. تاریکی اتاق سیاهی مطلق بود و شومی. خدایا اتاق خیلی تاریک بود. دوباره یاد کشتی افتاده بودم. یاد هیولاهای تاریکی، هیولاهایی که مرا میبلیدند. احساس میکردم داخل کشتی وسط دریا گیر افتادم. طوفان میامد و کشتی را جا به جا میکرد. تختم را دو دستی گرفته بودم و جیغ میکشیدم. با وحشت از تخت پایین آمدم. خدا رو شکر که از غرق شدن نجات پیدا کردم. حتما مردنم همین شکلیست. خب پس دارم میمیرم. ساعتها هزیان میگفتم، ولی حواسم سر جایش بود. ناگهان فکری از سرم گذشت. با خودم گفتم حتما دیوانه شدم. هراسان از تخت بیرون پریدم. به سمت در رفتم. چند بار به در تنه زدم، اما باز نشد. کف اتاق افتادم. گریه می کردم، دشنام می دادم. کاش زودتر نجات پیدا می کردم. ناگهان لکه سفیدی روی آسمان دیدم. باورم نمی شد. بالاخره صبح شده بود. سر کیف اومدم. روی زمین خدا را شکر می کردم و برای دیوارها شکلک در می آوردم. رفتارم تفاوتی با دیوانه ها نداشت و خودم آگاهانه وضعیتم را حس می کردم. چه شب سختی. روی تخت رها شدم و خوابیدم. با صدای در بیدار شدم. لطفا خودتون رو به نگهبان روز معرفی کنید. در سالن حدود 40 بی خانمان کنار هم نشسته بودند. نگهبان ها به هر کدام کارت غذای مجانی می دادند. روبروی نگهبان روز ایستادم. نگهبان دست پاچه گفت: شما خبرنگارین؟ پس اینجا چی کار میکنید؟ صادقانه دروغ گفتم. دیشب کلید هتلم رو گم کرده بودم. مجبور شدم بیام اینجا. با احترام از جایش بلند شد. مرحمت عالی زیاد. سری بیرون آمدم. صدای درونم فریاد میزد: به من هم کارت غذا بدین. 3 روز و 3 شب هیچی نخوردم. اما سرم رو بالا گرفتم و مانند میلیونرها بیرون آمدم.
توی خیابان را افتادم. آفتاب بدنم را گرم می کرد. ساعت 11 باید به دفتر روزنامه می رفتم. جیبم را نگاه کردم تا مطمئن شدم نوشتم گم نشده. هر طور شده باید سردبیر را می دیدم. بی اختیار به سمت خانه را افتادم. کاش از کسی کمی پول قرض می گرفتم. اندازه تکه نان. بدنم می سوخت. شکمم قار و قور می کرد. از زمین مشتی خورده چوب برداشتم و جویدم. میدم کمی آرام شد. چرا زودتر به فکرم نیفتاده بود؟ در خانه باز بود. همسایه جلو آمد. خواستم از همسایه هم پول قرض بگیرم. آخر یک بار برایش نامه نوشته بودم. مرد همسایه نفس عمیقی کشید و گفت: هوای معرکه‌ایه. ببخشید، من اجاره خونم عقب افتاده، میتونی 5 کرون به من قرض بدی؟ الان نه، شاید تا بعد ظهر براتون جور کنم. از پله‌ها بالا رفتم، خودم رو روی تخت ولو کردم و با صدای بلند میخندیدم: فقط 5 کرون؟ شما را به رستوران هم میبرم آقای همسایه. آقای گارسون، برای نهار گوشت کباب شده بیار، زود باش. نوشیدنی هم میل دارید قربان؟ مگه نمیدونید اسم من تانگنه؟ خبرنگارم من. دیشب تا دیر وقت توی کافه بودم. ها، بده بیارین گوشتا رو. انگار دیوانه شده بودم. جلوی دهانم رو گرفتم. راستی راستی از یانگوی قابلی شده بودم. خودم را به دست خیالات سپردم. بفرمایید تو. ببینید همه جا یاقوت کار شده. شاهزاده خانم شمایی؟ آهای گارسون، من کباب خواسته بودم. کجایی؟ زود باش، بجوم، بدو بدو. صدای اسب از بیرون می آمد. نور آفتاب کف اتاق افتاده بود. آرام خرد چوب را می جویدم. نوشتم را روی زمین پهن کردم تا خشک شود. پتوی سبز روی تخت پهن بود. پتو را چند ماه قبل از دوستم هانس گرفته بودم. وای خدایا، چرا هانس را فراموش کرده بودم؟ باید دوباره از هانس کمک بگیرم. باید به خانه اش می رفتم. هانس حتما کمکم می کرد. حتما می گفت چرا زودتر سراغش نرفتم. لباس پوشیدم. اول به دفتر روزنامه رفتم. وقت بالا رفتن صدای قلبم را می شنیدم. مسئول آرشیف تکه‌های روزنامه را می برید. پرسیدم: آقای سردبیر هنوز نیامده؟ نه. خب کی میاد؟ نمی دونم. روزنامه تا کی بازه؟ جوابم را نداد. با خودم گفتم: حتی براشون لایق جواب دادنم نیستی. احتمالا دستور رئیس بود. بعد از موفقیت مقاله 10 کرونی پاشنه روزنامه را از جاده رو ورده بودم. به طرف خانه هانس رفتم. هانس توی اتاق زیر شیروانی زندگی میکرد. پولی در بساط نداشت، اما سخاوتمند بود. زنگ زدم. بلافاصله در باز شد. میخواستم آقای هانس رو ببینم. همون که زیر شیروانی زندگی میکرد؟ از اینجا رفته آقا. سرایدار آدرس جدید هانس رو نداشت. گفت فقط آدرسی برای دریافت نامه گذاشته. آدرس رو گرفتم و راه افتادم. در راه کمی خورده چوب برداشتم و خوردم. کمی هم برای شام نگه داشتم. دم مغازه نانوایی نان بزرگی آویزان بود. به قیمت 10 اور. به ساختمان خانه هانس رسیدم. به زحمت بالا رفتم. جلوی در نوشته بود: برای دیدن خانواده به سفر رفته است. پاهایم سوز شد. جمله را چند بار با خودم تکرار کردم. سرم خالی بود. اشکم به چشمم نمی آمد. چند دقیقه همانجا نشستم. زنی را توی پله‌ها دیدم. گفت هانس برای دیدن خانواده‌اش رفته. از در بیرون آمدم. وسط کوچه فریاد زدم: خدایا، خدایا، چرا من؟ چرا؟ خورده چوب‌ها را تون تون می جویدم. مردم خیره نگاهم می کردن. ساعت 1:30 بعد ظهر بود.
تلو تلو خوران توی کوچه را افتادم. نفهمیدم کی به ایستگاه راهن رسیدم. تمام بدنم خیس عرق شده بود. با خودم گفتم برو ساحل تا بادی به کلت بخوره. عظیم بلند بالایی به خودم کردم و را افتادم. دریا زیر نور آفتاب می درخشید. صدای سوت کشتی ها بلند شده بود. باربران بسته های سنگینی را به کشتی می بردن. کنار من زنی روی بساط شیرینی هایش خم شده بود. بوی خوراکی حالم را به هم می زد. مردی کنارم نشسته بود. صورتم را به طرفش چرخاندم. چه بوی بدی میاد؟ می بینید؟ کل خیابون و شیرینی فروش ها گروه کردن. آخه این چه وضعیه؟ مرد بدون حرف با چشمای ریز نگاهم کرد. بعد از جایش بلند شد و به سرعت رفت. بی اختیار دنبالش را افتادم. باید قانعش میکردم. از پشت دستم رو روی شانهش گذاشتم و گفتم اصلا به سلامت عمومی توجه نمی کنن. میبینی؟ واقعا بی ملاحظه ان اینا. مرد ترسیده بود. خودش را عقب کشید و گفت من خارجیم. نمیفهمم راجع به چی صحبت میکنید. پس میخواین شهر رو نشونتون بدم؟ ها بیا بیا. پولم نمیخوام. همه شهر رو بهتون نشون میدم. مرد ترسیده بود. سری به سمت دیگر خیابان رفت تا از دستم خلاص شود. وسط خیابان ایستاده بودم. صدای پیانو توی فضا پیچیده بود. انگار قاشق فلزی را روی کاسه میکوبیدند. دختر کوچکی همراه آهنگ آواز غمناکی میخواند. خودم را روی نیمکتی ولو کردم. در حال پرواز بودم. گرسنگی حواس آدم را دستکاری می کند. همزمان آهنگ را زیر لب زمزمه کردم. حس می کردم در مکانی پر از نور می رقصم. با کتاب خان همه جا. یک دفعه دختر کاسهش را مقابلم گرفت و گردنش را خم کرد. از جا بلند شدم. همه جیب هایم رو گشتم. وایس علامت پول میدم. سب کن وایس علامت میدم. دختر به سر تا پایم نگاه کرد و رفت. شوکه شده بودم. کاش با مشت به صورتم میزد یا فوش میداد. دنبالش را افتادم. الان پول ندارم. وایس فردا هر چقدر بخوای برات پول میارم. وایس باشه. دختر اسم چیه؟ ها؟ دختر سری دور شد. میدانستم حرفم رو باور نکرد. از ناامیدی گریستم. کتم را درآوردم تا جلیقه‌ام را به دختر بدم. فراموش کرده بودم جلیقه ندارم. دختر فرار کرد. مردم دورم جمع شده بودند. با دست نشانم می‌دادند. با صدای بلند به من می‌خندیدند. من می‌خندیدم باهاشون. پاسبان وارد جمعیت شد. معرکه گرفتی؟ نه نمیدونم. اینا دارن به من میخندن. من فقط میخواستم جلیقه‌مو به این دختر بدم. پیابون جای این مسخره بازی ها نیست. زود باش تو بگیر برو. بعد هولم داد روی زمین. کاغذهایم توی هوا پخش شدند. فریاد زدم مقاله مهمم یه برگشونم گم بشه روزنامه معطل میمونه. مقالم. برگارد و برداشتم به دفتر روزنامه رفتم. دفتر تعطیل شده بود. توی راه پله ایستادم. اگر دکمه های کتم را می فروختم چقدر گیرم می آمد؟ دکمه ها که خاصیتی نداشتن، اما فکر بدی نبود. با چاقو دکمه ها را بریدم. با خودم گفتم کلن عادت ندارم دکمه های کتم را ببندم. البته اینا خیلی هم کنه نیستن. هرچند کتی که دکمه نداشته باشه یه چیزش کمه. اگه نمیخوایدشون اشکالی نداره. اسم من تانگنه. من تانگن خبرنگارم. دیشب هم تا دیر وقت کافه بودم. به دکمه های کتم خیره شده بودم. همون موقع مسئول آرشیو از پله ها پایین اومد. صدایم را صاف کردم و گفتم آقای سردبیر هستن؟ نه خیر نیستن. چرا دروغ میگین؟ من پیغام مهمی از نخست وزیر دارم. خب پیغام رو بدید به من. به شما بگم. نقشه هم گرفت. با هم از پله بالا رفتیم. تا در رو برایم باز کرد با موش های گره کرده وارد اتاق شخصی سردبیر شدم. سردبیر با دیدنم بلند شد. شما این؟ بفرمایید. اگه بیرونم کرده بود حس بهتری داشتم.
درباره مقاله جدیدم برایش توضیح دادم. مقاله را از دستم گرفت. خیلی زود میخونمش. اما نمیدونم چرا اینقدر با عجله مینویسید. نوشتهاتون تند و سنگینه. راحت تر بنویسید. راست میگفت. اما نمیدونست چرا نوشتهایم تندند. خبر نداشت برای نوشتنشان چه رنجی میکشم. کاش میشد از سردبیر پولی قرض بگیرم. اما بلند شدم و گفتم کی بیام خبر بگیرم؟ دو روز دیگه. سردبیر آنقدر مهربان بود که تقاضای پول نکردم. گرسنگی قابل تحمل تر از ناسپاسی بود. به خیابان رفتم. معده‌ام میسوخت. دوباره تکه چوبی توی دهانم گذاشتم. چرا باید از مرد مهربانی مثل سردبیر پول قرض میگرفتم؟ چرا باید مثل سگی بی‌نوا دست دراز میکردم؟ توی خیابان با سرعت دویدم تا خودم را تنبیه کنم. آدم کودن و بیعقلی مثل من باید تنبیه شود. بین راه نفسم گرفت. حسابی عرق کرده بودم اما ارزشش رو داشت. دوباره تندتر از قبل دویدم. سر تا پا می‌لرزیدم. مقابل خانه ایستادم. هنوز از خودم عصبانی بودم. نفس عمیقی کشیدم و عرقم را پاک کردم. زیر لب خودم رو نصیحت می‌کردم. چرا می‌خواستم پول قرض کنم؟ چرا؟ در نهایت اندوه گریستم. گریه خاموش و بدون اشک. مردم از مقابلم رد می شدن. کسی با من کاری نداشت. بچه ها کنارم پاسی می کردن. پرنده روی درخت آواز می خواند. پاسبانی جلو آمد و گفت چرا اینجا نشستید؟ دلم می خواد. مشکلیه. نیم ساعت اینجایید. بلند شدم و به بازار رفتم. چه جوابی بود که به پاسبان دادم؟ باید گریه زاری را می انداختم. خودم را می زدم. شاید کمکم می کرد. چه ایجاد می گیری نالو زاری کنی؟ هیچ وقت از آدم خنگ و خرفتی مثل من بیشتر از این انتظاری نیست. از یک آتش نشانی فکری به سرم زد. با صدای بلند قهقهه زدم. باید سراغ کشیش می رفتم و کمک می گرفتم. با خودم گفتم حماقتو کنار بذار. وجدان چه مزخرفاتی. برای فقیرها وجدان معنایی نداره. باید حسابی آه و ناله کنی. باید لحن صداتو غمگین کنی. فهمیدی؟ ها؟ اگه گوش ندی رهات میکنم. تو از گرسنگی بمیری. تو دم مرگی. اما هنوز ایمانتو از دست ندادی. میدونی خدا حتما کمکت میکنه؟ از دفترچه اطلاعات کتاب فروشی آدرس کشیش رو پیدا کردم. به خانه کشیش رسیدم. ساعت کاری تا 4 بعد از ظهر بود. به خودم دستور دادم گردنتو خم کن. حالا بیشتر. یالا بیشتر بیشتر. خدمتکار در را برایم باز کرد. گفتم برای دیدن کشیش آمدم. کشیش خانه نبود. نقشه‌ام خراب شد. به زن گفتم کار خاصی ندارم. اومدم سلامی بدم و برم. سعی کردم توجه زن رو به کت پاره‌ام جلب کنم اما نفهمید. دیر رسیده بودم. به بازار رفتم و روی نیمکتی نشستم. حس می کردم سینه‌ام می سوزد. خوردن خورده چوب فایده‌ای نداشت. فکم درد گرفته بود. پوست پرتقال خشکی که خورده بودم عالم رو به هم زده بود. رگ‌های دستم باد کرده بود. چرا وقتم رو تلف می کردم؟ چرا خودم رو آزار می دادم؟ چرا از صبح تا شب دنبال پول و غذا بودم؟ مگر وعده غذا چند روز مرا زنده نگه می داشت؟ باید روی تخت دراز بکشم و منتظر مرگ باشم. مگر نه اینکه دیر یا زود می مردم. اما لحظه هم جز به مرده ها به حساب می آمدم. راهی جز مرگ نبود. تمام راه ها را امتحان کرده بودم. راهی جز مرگ نبود. قبل از مرگ باید نامه می نوشتم. باید دست و صورتم رو می شستم. کاغذ تمیزی هم همراه پتوی سبز زیر سرم می گذاشتم تا بمیرم. ناگهان سرم داغ شد. قلبم به شدت می زد. پشتم تکرار کردم پتوی سبز پتوی سبز پتوی سبز
نیروی تازه‌ای گرفتم. قدم می‌زدم و فکر می‌کردم که متوجه شدم جلوی اتاقم هستم. داخل شدم. پتو رو زیر بغل زدم و بیرون آمدم. به ساختمان بزرگی رفتم. بالای در رو فشار دادم و وارد شدم. مرد رباخار با دهان پر ایستاده بود. اول پیشنهاد دادم عینکم را گرو بردارد، اما چون عینکم فلزی بود قبول نکرد. بعد پتو را نشانش دادم. انگار توی انبارش هزاران پتوی زفار در رفته داشتم. نگاهی به پتو کرد ولی حاضر نشد پولی بابتش بدهد، حتی 10 اوره. به خانه برگشتم. نباید پتو رو گرو میگذاشتم. اگر قبول میکرد چه؟ مرتکب گناه بزرگی شده بودم. پتو رو مرتب روی تخت پهن کردم. باید کار زشتم رو جبران میکردم. حتما گرسنگی حواسم رو مختل کرده بود. وجدان به موقع سراغم آمده بود. برای همین اول عینکم رو به مرد نشان داده بودم. دوباره به کلیسا رفتم. روی نیمکتی نشستم. هوای بیرون بهتر از هوای اتاق بود. مدام چرت میزدم. سنگ ریزه رو تمیز کردم و مکیدم. دهانم تکان میخورد، اما بقیه اجزای بدنم بی حرکت بودند. صدای اسبا و رفت آمد مردم توی فضا میپیچید. باید برای گرو گذاشتن دکمه جایی پیدا میکردم، حتی اگر فایده ای نداشت. یادم اومد دکان کارگشایی سر راه خانه است. بلند شدم. با قدم های آرام کنار دیوار راه افتادم. بالای ابروهایم میسوخت. تنم داغ بود. به دکان نانوایی رسیدم. به سرم زد تک نانی بخواهم، ولی سمت نانوایی نرفتم. زیر درخت پسر و دختری جوان حرفای عاشقانه میزدند. سرم را بالا گرفتم و با وقار راه رفتم. ناگهان دختر گفت: حالتون خوبه آقا؟ چرا رنگتون پریده؟ یعنی انقدر وضعم خراب بود؟ به صورتم دست کشیدم. گونه هایم مثل کاسه فرو رفته بود. خدایا عجب قیافه ای داشتم. حتما چشمایم محو شده بودند. اصلا درست نیست آدم به خودش انقدر گرسنگی بدهد تا صورتش ذره ذره تجزیه شود. خشم توی وجودم شعله کشید. مردی سرشار از فکر با زور و بازوی باور نکردنی مغلوب گرسنگی شده بود. من که سالها تلاش کردم و نوشتم، حالا چه داشتم؟ حتی زنان خیابانی از دیدنم به وحشت می افتادن. خشمگین بودم. از عجز و درماندگی خشمگین بودم. دندان به هم می ساییدم. دشنام می دادم. با عصبانیت قهقه می زدم. سرم رو به تیر چراغ برق می کوبیدم و بدون توجه به نگاه متعجب آبرام می گریستم. چند بار پایم رو به جدول کوبیدم و فریاد زدم: خدایا من چی کار کنم؟ مردی از کنارم رد شد و گفت: باید خودتون رو به تیمارستان معرفی کنیم. نگاهش کردم. مرد یکی از بهترین پزشکان شهر بود. قطعا نمیدانست چه زندگی فلاکتباری دارم. یعنی دکتر راست میگفت؟ باید بروم تیمارستان؟ پس پایان راه همین بود؟ ناراحتی عمیق‌تر شده بود. آرام راه می‌رفتم. با خودم گفتم: نکنه منو بندازن زندان. خدایا خدایا من تحمل سلول تاریکو ندارم. ولی هنوز امیدی بود. باید بیشتر تلاش می‌کردم. باید خودم را از وضعیت اسفباران نجات می‌دادم. باید به مغازه موسیقی سیسلر می‌رفتم. شاید کمکم می‌کرد. در راه آه و ناله می‌کردم و اشک می‌ریختم. حاضر بودم هر بلایی سرم بیاید ولی زندانی نشوم. کاش سیسلر کمکم میکرد. مغازهش دور بود. به سختی پیدایش کردم. وقتی اوضاعم رو به راه بود ازش دفترچه موسیقی خریده بودم. وارد مغازه شدم. سیسلر مشغول مرتب کردن کاغذهایش بود. لباس مد روزی هم پوشیده بود. آرام معذرت خواستم. برایش از شرایط گفتم. قول دادم به زودی پولش رو پس بدم. به محض چاپ مقالم. سیسلر سرش را تکان داد: متاسفانه نمیتونم.
زانوهایم لرزیدند و خم شدم. سالها دوام آورده بودم، اما یک بار تمام رنج ها رو در لحظه به باد داده بودم. برای چی اومدین پیش من؟ من که اصلا شما رو نمیشناسم. برید همون دفتر روزنامه. پشت هم سرش رو تکون داد. بدنم بی‌حس شده بود. روی پای ایستادن برام سخت بود. خدافظی کردم و از مغازه بیرون آمدم. لکه شرمی روحم رو آلوده کرده بود. از خودم بیزار بودم. بیزار. توی خیابان میچرخیدم. روی پله خانه ها استراحت میکردم. وقتی پاسبانی میدیدم پنهان میشدم تا مبادا دستگیرم کنم. کاری نمانده بود که نکرده باشم. اگر داستان زندگیم رو مینوشتم کسی باور نمیکرد. باید کمی جو از استبلی بر میداشتم تا معده‌ام رو آرام کنم. با خودم قرار گذاشتم 100 قدم جلو بروم، دوباره امتحان کنم، شاید چاره‌ای پیدا شد. توی خیابان مغازه خرازی را دیدم. روی در دفتر تابلوی به زبان چینی نصب شده بود. مردی پشت میز نشسته بود. وارد مغازه شدم. شاگرد مغازه مشغول چیدن نخ‌ها توی قفسه بود. آخرین مشتری زن جوانی بود. وقتی میخندید گونه‌اش چال میشد. به پیشخوان مغازه تکیه دادم. شاگرد پرسید: کاری داشتید؟ صاحب مغازه هست؟ جایی رفتن؟ کار خصوصی دارین؟ راستش من خیلی گرسنم. اگه میشه یکم پول بهم بده من برم غذا بخورم. آقا من وضعم بهتر از شما نیستش، بفهمید بیرون. قول میدم دو برابرشو بهت پس بدم. قول میدم. یعنی از نقد بردارم؟ آره آره. از خجالت عرق کرده بودم. این همه وقت تحمل کرده بودم، زش کشیده بودم، اما حالا دستم و جلوی همه دراز میکردم. فایده ای نداشت، فقط آبروم داشت بیشتر میرفت. از خودم بیزار بودم. باید زودتر به خونه برمیگشتم و یعنی شب زندان در انتظارم بود. یک بار نیروی خاصی گرفتم و دست پهلویم رو فشار دادم تا دردش کمتر شود. خودم رو سمت خانه میکشیدم. به زمین خیره شده بودم تا آشنایی نبینم. تشنه شده بودم اما از کسی آب نخواستم. تازه معلوم نبود معده‌ام آب را نگه دارد. وقتی آب دهنم را گرد می دادم حالم به هم می خورد. خیلی زود به خانه رسیدم. در راه یاد دکمه هایم افتادم. لبخند زدم. چرا حواسم به دکمه ها نبود؟ امشب دکمه ها را گرو می گذاشتم. فردا پول مقاله ام را می گرفتم. در راه به دکمه ها نگاه کردم. خیلی زود به دکان کارگوشایی رسیدم. تمام وسایلم توی همین دکان به حراج رفته بود. وقت حراج دکان می آمدم و نگاه می کردم. کتاب هایم رو آدم خوبی برده بود. ساعت هم دست بازیگر مشهور بود. پالتویم رو عکاس برداشته بود. دکمه ها را توی مشتم نگه داشتم. پیرمرد پشت پیشخوا مشغول انجام کاری بود. گفتم: عجله ندارم، به کارتون برسین. پیرمرد با لبخند جلو آمد. دکمه ها را روی پیشخوان گذاشتم. به دکمه ها نگاه کرد و خندید. بعد دکمه ها را کف دستم گذاشت. واقعا باید بابت این دکمه ها پول بدم؟ پیرمرد خندید و پشت میزش برگشت. چند بار خواهش کردم دکمه ها را بردارد اما قبول نکرد. خشکم زده بود. البته از اول هم میدانستم چیزی گیرم نمیآید. عینکم را روی پیشخوان گذاشتم. شاید عینک و دکمه ها را با هم بردارد. اما پیرمرد سرش را به نشانه نه تکان داد. نباید بیشتر اصرار میکردم چون فایده ای نداشت. عینکم را به چشمم زدم. دکمه ها را برداشتم. از در بیرون آمدم. تو فکر دکمه ها بودم که ناگهان دست مردی محکم به دستم خورد. هر دو از هم عذرخواهی کردیم. مرد تا پایین پله ها رسید رویش را برگردان. چه قیافه نزاری؟ حالتون خوب نیست؟ زانوهایم می لرزید. دکمه ها را نشانش دادم. ازم خواست منتظر بمانم تا برگردد. اما بعد نظرش را عوض کرد. گفت حتما باید با هم پیش پیرمرد برویم.
نمیخواستم دوباره پیرمرد را ببینم، اما دستم را کشید. بیا عزیزم بیا، من برات پول جور میکنم، خدا بزرگه. یک هفته در شکوه تمام گذشت. هر روز غذا داشتم، با شهامت می نوشتم، چندین مقاله نوشتم، باید برای روزنامه دیگری هم می نوشتم تا بازار فروش بیشتری داشته باشم. اگر مقاله هایم چاپ نمی شد، استخدام کشتی می شدم، هم کار می کردم، هم از این کشور می رفتم. دوران سختی را گذرانده بودم، موهایم می ریخت، سردردهای عجیبی داشتم و از هر صدایی وحشت زده از جا می پریدم. هر روز نوشته هایم را به نوبت تکمیل می کردم، تا اینکه یکی از مقاله هایم تمام شد. پول کمی داشتم، باید دوباره دنبال پول می رفتم. پیش کماندور رفتم، سردبیر روزنامه معروف. سردبیر مجسمه های زیادی دور اتاقش چیده بود، با چند تابلوی نقاشی. بریده های روزنامه را هم به دیوار چسبونده بود. سطل آشغال بزرگی مثل هیولا کنار میزش بود. چه آرزوهایی که در دهن هیولایش سقوط نکرده بود، چه کلماتی، چه فکرهایی. کماندور روی صندلی دیگری روبرویم نشست، با دستش بهم اشاره کرد. کدام را با احتیاط باز کردم تا نفهمد جریقه ندارم. مقالم را دادم، گفتم تحقیقه، البته ایراد زیاد داره. مقاله را به دقت خواند، صورتش را به طرف من برگرداند. در جوانی اسمش را زیاد شنیده بودم، تحت تأثیر نوشته هایش بودم. موهای مجعد و چشمان میشی رنگی داشت، با صدای بلند نفس میکشید. فکر نمی کردم مرد مبارزی مانند کماندور، مردی که نوشته هایش بوی خون میداد و چون شلاق بر همه میتاخت، تا این حد متین باشد. کماندور نوشته هم را تا کرد و گفت روزنامه برای همه مردمه، پس باید ساده و همه فهم باشه. از نوشتم خوشش نیامده بود، متانتش برای رد مقالهم شگفت‌انگیز بود. مردی سرشار از شعور بود. خودم می دانستم مقالهم خیلی خوب نیست، پس از جایم بلند شدم و خدافزی کردم. کماندور پیشنهاد داد مبلغی پرداخت کند تا در قبالش مقاله بنویسم، اما می دانستم به جز آبروریزی چیزی برایم نخواهد داشت، بنابراین خدافزی کردم و بیرون آمدم. به محض اینکه به خانه رسیدم، شروع کردم به نوشتن. توی این دوران هر شب اتفاق عجیبی می افتاد. وقتی شبها برای قدم زدن بیرون می آمدم، زنی را می دیدم با لباس سیاه، تور زخیمی روی صورتش بود. زن با چشمایش مرا موقع راه رفتن همراهی می کرد. خیلی دلم می خواست بدانم کیست. فکر می کردم به خاطر من شبها توی خیابان پیدایش می شود، اما جرأت جلو رفتن نداشتم، چون پولی نداشتم تا اگر لازم شد به کافه دعوتش کنم. شاید اگر انگیزه پیدا می کردم، مقالم زودتر تمام می شد و پول خوبی گیرم می آمد. دیگر تاب و تحمل قبر را نداشتم، با یک روز گرسنگی از پا می افتادم. شبها با لباس می خوابیدم، ولی هوا انقدر سرد بود که تنم کبود می شد. به کافه رفتم، شاید دوست جدیدم کمکم میکرد. تا آخر کافه رفتم، از کنار میز مشتری ها گذشتم، اما دوستم را ندیدم. افسرده و ناامید از کافه بیرون آمدم. دوباره گرسنگی بر وجودم غلبه کرده بود. تند و عصبانی قدم بر می داشتم. 8 ماه تمام هر روز درد سری تازه داشتم، منی که همیشه شرافتم را حفظ کرده بودم. دیگر کاسه صبرم لبریز شده بود، دیگر ابایی برای دوستی از گدها نداشتم. رنج های بی پایان وجودم را مکیدند. اطراف کاخ سلطنتی می چرخیدم، مردم توی خیابان جشن گرفته بودند، خوشحالی می کردند. دلم می خواست بین مردم بروم و شادی کنم، اما پولی نداشتم. کاش قلک بچه ای را دزدیده بودم یا وسایل گدایی را کش می رفتم. از فکرم احساس شرم کردم، روی زمین به خودم توف کردم. به زن و شوهرهایی که از کنارم می گذشتن عقیرانه نگاه می کردم. چاره ای نبود، باید زودتر مقاله را تمام می کردم، اما شمعی نداشتم تا روشنش کنم. کلید خانه را دور دستم می چرخاندم، به فکر چراغ بودم. شاید باید توی خیابان می نوشتم، زیر نور چراغ گازی. مقاله را از خانه برداشتم،
بیرون آمدم. یقه کتم رو بالا دادم. فقط صدای پاسبان و صدای پارس سگ می آمد. قسمت مهمی از مقاله گیرم انداخته بود، قسمتی که باید مثل توپ صدا می کرد. چند دقیقه فکر کردم تا مغزم کار افتاد، اما تا پاسبان محلی آمد همه چیز از ذهنم پرید. برای پاسبان فرقی نمی کرد من چه کار می کنم یا کی هستم. یک ساعت دیگر نشستم. هوا انقدر سرد شده بود که دیگر نمی شد توی خیابان بمانم. به خانه برگشتم و روی تخت ولو شدم. سعی کردم فکرم رو جمع کنم اما نشد. صبح که از خواب بیدار شدم شروع کردم به نوشتن، ولی مقاله تمام نشد. از پنجره بیرون را نگاه کردم. برف زیادی آمده بود. بی هدف توی اتاق می چرخیدم. پیشانیم رو روی دیوار می گذاشتم. چوبهای دیوار را می کندم. رفتارهای بی هدفم را با وسواس انجام می دادم. بلند بلند با خودم حرف می زدم. بعد فکر می کردم یعنی دیوونه شدم. خودم رو مجبور می کردم بی حرکت وسط اتاق بیستم. بعد خورد چوب می خوردم و مشغول نوشتن می شدم. اما چند کلمه جلوتر نرفته بودم که به کاغذ خیره شدم. کلمات مثل حشره روی کاغذ راه می رفتن. دیگر چیزی ننوشتم. کوچه شلوغ بود اما من ساکت نشسته بودم. سرم گیج می رفت. چیزی نمی فهمیدم. زبانم رو به سقف دهانم می زدم. مدام دستم رو توی موهایم می کردم تا انگشتانم گرم و موهایم مرتب شوند. موهایم به راحتی از سرم کنده می شدند. سرفه های خشک می کردم. با مشت روی زانویم می زدم. می زدم. یک دفعه حس کردم بیهوش می شدم. به سقف اتاق خیره شده بودم. انگشتم رو توی دهانم کردم و مکیدم. انرژی گرفتم. بی اختیار انگشتم رو گاز گرفتم. از انگشتم خون می چکید. خون رو مکیدم. سمت پنجره رفتم تا با پارچه زخمم رو ببندم. هوا تاریک شده بود. برای نوشتن مقاله به شمع احتیاج داشتم. از طرف گرسنگی امانم رو بریده بود. تحملش تا فردا سخت بود. اگر به مغازه شیرینی فروشی می رفتم احتمالاً شمعی نسیه می گرفتم، چون مشتری خوش حسابی بودم. دوران پولداری همیشه از همین شیرینی فروشی نان می خریدم. توی تاریکی اتاق موهای روی کتم را تمیز کردم و از پله پایین رفتم. توی خیابون روبروی رستوران ایستادم. دلم گوشت بریان خوشمزه می خواست. وارد شدم. جای تاریکی برای نشستن انتخاب کردم. به خدمتکار گوشت آب پس سفارش دادم. فکر پولها از سرم بیرون نمی رفت. اگر شاگرد مغازه می فهمید دیگر نمی شد به مغازهشان بروم. خب اشکالی ندارد، تا آن موقع حتما وضعم بهتر شده. پول را پس می دهم. منم مثل بقیه هستم. تا آخر عمر که بدون خطا نیستم. واقعا چه فرقی با بقیه داشتم؟ چه کسی گفته تمام بار شرافت بشریت بر دوش من است؟ خدمتکار بشقاب غذا را روی میز گذاشت. علاوه بر پول غذا انعام هم دادم. خدمتکار پیشنهاد کرد که نوشیدنی بخورم اما قبول نکردم. بعد از خوردن غذا حالت تهوع گرفتم. زود از رستوران خودم را به کوچه انداختم. معده‌ام تحمل این همه غذا را نداشت. مدام حالم به هم میخورد. انگار روده هایم از دهنم بیرون میزد. پنجه پایم را به زمین میزدم و مقابل مغازه بالا می آوردم. مقابل مغازه مردی به جعبه آینه نگاه میکرد. از مرد پرسیدم شما میدونین برای معده خالی چی خوبه؟ فکر کنم شیرینی جوشیده خوب باشه. به حرف مرد گوش دادم. به کافه رفتم. لیوان شیر جوشیده را تا ته سر کشیدم. در راه برگشت به خانه زن سیاه‌پوش را دیدم. چرا هر شب اینجا بود؟ از زن رد شدم. به در خانه رسیدم. بی اختیار به طرفش برگشتم تا دلیل کارش را بدانم، اما جواب درستی نداد. گفتم
آخه جز من و اسبا کسی اینجا زندگی نمی کنه. زن گفت من همین جوری میام، چون دوست دارم میام اینجا. اشکالی داره؟ نه نه نه، چه اشکالی؟ موافقین با هم قهوه بخوریم؟ زن دعوتم را قبول نکرد. فقط قرار شد تا دم خانه همراهش بروم. نگاهم را به صورتش دوختم. احساس خوبی داشتم. با اینکه تور صورتش را پوشانده بود، اما مثل ماه می درخشید. دیدنش حالم را بهتر کرده بود. حس می کردم آدم خوش شانس و خوشبختی هستم. یک دفعه ایستادم و گفتم چطوری میشه بدون هیچ دلیلی هر شب بیاید دم استبل؟ من دوست ندارم شب و زود بخوابم. مادرم هم گوشش سنگینه، نمیتونم باهاش حرف بزنم. حوصله‌ام سر میره. ببخشید، شما خواهرم دارید؟ آره آره، اما از من کوچکتره. الانم رفته هامبورگ. به خیابان تیولی رسیده بودیم. چراغ‌های خیابان مثل ستاره می‌درخشیدند. سرما سوزان و کشنده بود. دختر وحشت زده سر تا پایم را نگاه می‌کرد. نگران شده بود مبادا بدون پالتو سردم شده باشد. نمی‌خواستم حرفی بزنم. مطمئن بودم اگر می‌فهمید چه کسی هستم، از همراهیم پشیمان می‌شد. برای همین لبخند زدم و گفتم: سرما؟ به نظر من هوا عالیه. موافقیم بریم باغ وحش؟ بلافاصله از پیشنهادم پشیمان شدم. نباید با لباسهای پاره و قیافه ژولیده به جای شلوغ می رفتم. اما دختر با پیشنهادم موافق بود. دستی به موهایم بردم و گفتم البته راهش دوره، دوست ندارم حیوانا رو تو قفس ببینم. با تا مغز و استخوانم رو می لرزاند. بعد گذراندن بحرانهای بسیار، حالتهای دیوانواری داشتم. اگر دختر کنارم نبود، به خانه می رفتم و کمی شیر می خوردم تا حالم بهتر شود. عصبی بودم و ناخونهایم رو می جویدم. رو به دختر گفتم شما نباید کنار من راه برین، سر و وضعم مناسب راه رفتم با شما نیست. دختر خیره نگاهم می کرد. بعدش گفت پس برای همین من رو نگاه می کردید اما نزدیک نمی شدید. منظورش رو نفهمیدم. هر چقدرم اصرار کردم چیزی نگفت. با قدم های تند وارد میدان سنت اولاف شدیم. ایستادم و گفتم ببخشید، میشه قبل از رفتن صورتتون رو ببینم؟ شما منو دیدین، تا دم خونم تعقیبم کردین، نکنه یادتون نیست؟ جدی میگین؟ نه نه، من اصلا یادم نیست. هر دو به پنجرهای ساختمان شماره 2 خیره شدیم. باورم نمیشد کنار دختری به زیبایی فرشته قدم زدم. حس می کردم به دوران شاد گذشته برگشتم. دوباره با هم قدم زدیم. بعد از مدت ها احساس شادی می کردم. برای لحظه فقر و گرسنگی را از یاد بردم. حرف می زدیم، می خندیدیم. دختر گفت روزی من و دوستانم رو در تماشاخانه دیده که بلند می خندیدیم. تا دم در خانه همراهش بودم. موقع رفتنش دوباره غصه‌های گذشته جلوی چشمم آمد. زندگی با تمام توان خوردم کرده بود. من با سر و وضع و لباس‌های پاره روبروی دختر زیبایی ایستاده بودم. دلم می‌خواست توی زمین فرو بروم. موقع خداحافظی غم عجیبی داشتم. تعظیم کردم و گفتم میشه باز همدیگر رو ببینیم؟ خب سه‌شنبه ساعت 8 همینجا. نفس عمیقی کشیدم. میشه تور روی صورتتون رو بردارین؟ خواهش میکنم، فقط یه لحظه من صورتتون رو ببینم. چیزی نگفت. آرام سرش رو بالا گرفت، تور رو از روی صورتش برداشت. چند لحظه به هم خیره شدیم. بعد بدون خدافظی از پله‌ها دوید بالا. نزدیک ظهر با خوشحالی از خواب بیدار شدم. برف همه جا رو پوشانده بود. بالای در طویله قندیل بسته بود. خودم رو بغل کردم و یه لیوان شیر خوردم. بعدش هم بیفتک بریان. به بازار رفتم. جلیقه کهنه‌ای انتخاب کردم. ناگهان دوست قدیمی صدایم زد. جلیقه رو گذاشتم و نزدیکش رفتم.
دعوت هم کرد با هم نوشیدنی بخوریم. روی صندلی کافه نشستیم. آشنا پرسید: دختری که دیشب باش قدم میزدی کی بود؟ نام زدم. جا خورد. با تمام توان دروغ تحویلش دادم. نوشیدنی رو خوردیم و خدافظی کردیم. قبل از رفتن گفت: راستی پولتو همین روزا پس میدم و خجالت میکشم توی صورتت نگاه کنم. میدانستم پولم رو هرگز پس نمیداد، ولی تشکر کردم. ماجرای دیشب فکرم را به هم ریخته بود. با خودم گفتم نکنه سه‌شنبه نیاد. ذهنم دوباره سمت پول رفت. توی خیالم وارد مغازه شیرینی فروشی شدم و بقیه پول پیرزن رو برداشتم. پلیس زود دستگیرم کرد. از فکر و خیال بیرون آمدم. با خودم گفتم احمق نباش. چجوری دزدی تو ثابت میکنن آخه؟ اگه شاگرد شیرینی فروشم بفهمه چیزی نمیگه، چون میندازنش بیرون. پول توی جیبم سنگینی میکرد. فهمیدم قبل از گرفتن این پولا خوشبخت‌تر بودم. ناگهان فکری به ذهنم رسید. خوشحال شدم. پولها رو مشت کردم و روی بساط پیرزنی خم شدم. تمام پول را روی وسایلش گذاشتم. حالا سبک و آرام بودم و از بابت بی پولی لذت می بردم. پول قصه های عجیبی برایم درست کرده بود. فهمیدم هنوز بار گناه هم انقدر سنگین نشده است. چه خوب از انسان در اوج فلاکت احساس شرافت کند. با افتخار از خیابان رد شدم. با خود گفتم حالا با خیال راحت توی چشمای دختر خیره می شدم. سراپا شور و شادی بودم. کارهای کودکانه می کردم. دلم می خواست شهر را به هم بریزم. با مردم شوخی می کردم و می دویدم. مردم مسخرم می کردن. یا به پرنده ها نگاه می کردم. یا حواسم پرت چینش سنگ فرشای خیابان می شد. بی اختیار به ایستگاه درشگی ها رسیدم. درشگچی ها با هم حرف می زدن. اسبا از سرما پوزه هایشان را پایین انداخته بودند. زود پریدم داخل درشگه. دستور دادم به خانه شماره 37 برود، بدون آنکه واقعا چنین جایی وجود داشته باشد یا قصد رفتن داشته باشم. فقط میخواستم توی درشگه گرم شوم. درشگچی سر تا پایم رو برانداز کرد. حتما لباسهای کهنه‌ام نظرش رو جلب کرده بود. برای اینکه بیشتر شک نکند گفتم میخوام برم دیدن کسی، کارم خیلی ضروریه. راه بیفت. وقتی رسیدم زود از پله ها بالا رفتم. طناب زنگ رو کشیدم. صدای وحشتناک زنگ 6 بار به صدا درآمد. زن خدمتکار با لباس خاکستری در را باز کرد. پیرزن وحشت زده نگاهم کرد. گفتم خونه پش فروش همینجاست؟ نه نه نه، پش فروش نداریم. پیرزن دستش را روی دستگیره گذاشت تا در را ببندد. دست پاچه به درشکه برگشتم. به درشکچی گفتم پش فروش خانه نبود. خواستم به ساختمان شماره 11 برود. آنقدر به هم ریخته بودم که درشکچی هم ناراحت شد. فکر میکرد موضوع خیلی مهم است، برای همین خیلی تون میرفت. پرسید ببینم با کی کار داشتین؟ پش فروش. با پش فروش کار داشتم. فکر کنم قبلا دیدمش. همیشه کت سفید میپوشه. آره چه ربطی به رنگ کت داره؟ ببینم موهاش قرمز نبود؟ بعید نبود همچین آدمی موهایش قرمز باشد. متوجه شدم درشکچی نکته مهمی را گفته است. از درشکچی تشکر کردم. آدم خارق‌العاده موهایش هم قرمز است. درشکچی گفت چند ماری سوارش کرده بودم. آره عصا داشت. فکر کنم آره عصا. حتما خودش بود. درشکچی خوب میشناختش. با اینکه عصبانی بودم همه جزئیات رو میدیدم. از جلوی پاسبانی رد شدیم. چرخهای درشکه جرقه میزد. عرق از صورتم میچکید. نمیدانستم چه میکنم. اختیار رفتارم رو از دست داده بودم. با بدن کوفته پیاده شدم. از راهروی پهن وارد حیاط شدم. وارد پذیرایی بزرگی با 2 پنجره شدم. گوشه پذیرایی 2 تا صندوقچه روی هم بود. کنار اتاق تخت چوبی با ملافه سفید به دیوار چسبیده بود. از اتاق دست راست صدای بچه ها و از طبقه بالا صدای ورقهای فلزی می آمد. با خونسردی از در پشتی وارد کوچه شدم. درشکچی نمی دانست بر نمی گردم. بین راه احساس خستگی کردم. دانه های درشت برف روی سرم می بارید. نزدیک کلیسا روی نیمکت نشستم. مردم با تعجب نگاهم می کردن، ولی من توی افکار خودم غرق بودم. از زندگی خسته شده بودم. دستهایم آویزان شده بود. توی خیابان خمیده راه می رفتم.
مدت ها بود پیراهنم رو عوض نکرده بودم. پیراهنم مثل چوبی خوش تنم رو زخمی کرده بود. باید زخمم رو تمیز میکردم تا دوباره پیراهنم رو بپوشم. دلم نمیخواست به دستای چروکیده‌ام نگاه کنم. چقدر دلم میخواست بمیرم. به طرف خانه را افتادم. یاد گذشته افتادم. یاد اتاقم. صندلی گردان. روزنامه‌ای که به جای پرده نصب کرده بودم. قبلا خوشبخت‌تر بودم. روزی یک پاورقی می نوشتم 10 کرون می گرفتم. ولی حالا تا مداد را برمی داشتم مغزم خالی می شد. تصمیم گرفتم بروم و ماجرا را به شاگرد مغازه بگویم. به شیرینی فروشی رفتم. تا وارد شدم در را برای دختر کوچکی که لیوان چایی دستش بود باز کردم. شاگرد مغازه تا مرا دید گفت چقدر هوا کثیفه امروز؟ با عصبانیت گفتم من نیومدم در مورد هوا باهات حرف بزنم. شاگرد مغازه ساکت شد. نفس عمیقی کشیدم. داستان دوزی را برایش تعریف کردم. ولی نفهمید چه اتفاقی افتاده. آدم چقدر میتواند کنزه باشد. و بعد قضیه را مو به مو برایش تعریف کردم. تا متوجه شد اطرافش را نگاه کرد. صدای پایی از اتاق بغلی میآمد. شاگرد گفت این سیز آروم آروم حرف بزن. زیر لب گفت واقعا که؟ برایش توضیح دادم خیلی هم کار اشتباهی نکردم. پول رو به پیرزن دست فروش دادم. شاگرد فکر کرد و گفت باید پولو به من میدادی. بیچاره میخواستم بدبخت نشی. لیاقتش رو نداری تو پسر جون. برو به درک. با زانوی لرزان به خانه برگشتم. البته بیشتر شبیه دخمه بود تا خانه. کف خانه خیس شده بود. وسط اتاق نشستم. گلویم رو محکم فشار دادم. نباید با پسرک انقدر خشن حرف می زدم. شاگرد می ترسی صاحبکارش از ماجرا بو ببرد. منم سوء استفاده کردم و حسابی سرش داد زدم. با خودم زمزمه کردم خدایا یه روز از زندگی امیدم تا یه بشقاب عدسی داشته باشم. با لباس های خیس روی تخت راست کشیدم. وقت مردنم بود. تخت خوابم را مرتب کردم. دستهایم را گره زدم. تا چشمهایم را بستم یاد دختر سیاه‌پوش افتادم. بدنم گرم شد. چیزی مثل ابریشم نوازشم می‌کرد. دیگر نه چیزی دیدم نه شنیدم. صبح با تب شدید از خواب بیدار شدم. چیزی یادم نمی‌آمد. به تمام بدنم دست کشیدم. تعجب کرده بودم. صدای اسبارا از حیاط می‌شنیدم. حس می کردم صدایشان از طبقه بالا می آید. قلبم درد می کرد. موهای خیسم روی بالش ریخته بود. پاهایم تاول زده بود. انگشت پایم تکان نمی خورد. سعی کردم بدون فشار به پاهایم راه بروم. از خانه بیرون رفتم. اشتهایم زیاد شده بود. حشرات ریزی در و رودم را می جویدند. با زحمت خودم را به بازار رساندم. با آسین قطره‌های عرق رو روی عینکم پاک کردم. ناگهان صدای بوق بلندی شنیدم. به زور خودم رو کنار کشیدم. چرخگاری لباسم رو پاره کرد. انگوشایم له شده بود. نوک کفشم پاره شده بود. خودم رو روی نیمکتی انداختم. مردم خیره نگاهم می‌کردند. شاید اگر از راننده نان می‌خواستم قبول می‌کرد. خیلی گرسنه بودم. قادر نبودم جلوی اشتهایم رو بگیرم. روی زمین نشستم. پارچه کتم رو کندم و جویدم. پلک نمی زدم. به فکرم رسید تک گوشت خامی بگیرم. به طرف قصابی رفتم. وانمود کردم سگ دنبالم کرد. تک استخوانی برای سگ گرفتم. حسابی از قصاب تشکر کردم. توی کوچه بن‌بست جلوی در شکسته ایستادم. استخوان را به دندون کشیدم. مزه‌ای نداشت. بوی خون مرده میداد. معده‌ام باید گوشت خام رو تحمل میکرد. اما تمام گوشت رو بالا آوردم. به زور تک گوشت کوچکی را گرد دادم. اما فایده نداشت. دستام رو مشت کردم. گریه میکردم. از خون رو میجویدم. به زمین و زمان دشنام می دادم.
همه جا ساکت و تاریک بود. هر بار گوشتا رو بالا می آوردم، می گریستم و دندانهایم رو فشار می دادم. خسته کنار دیوار افتادم، زیر لب جمله های ادبی می گفتم. ناگهان صدای چند نفر رو شنیدم، راه افتادم. دیگر توانی نداشتم، زندگی از وجودم رخت بربسته بود. بین خواب و بیداری به ساحل رفتم، همه جای بدنم درد می کرد، از ساق پا تا کلیه ها صدایی نمی آمد. مرد لنگی را دیدم، سمتش رفتم و کلاه از سر برداشتم. زمان حرکت کشتی لنون را پرسیدم. کشتی به زودی حرکت می کرد، اما مقصدش نامعلوم بود. از مرد تنباکوی جویدنی گرفتم، لنگ لنگان را افتادم. مرد چشم از من بر نمی داشت، نگاهش اذیتم می کرد. برگشتم و گفتم مرد لنگ، به چی داری نگاه میکنی؟ به طرف راه آهن رفتم، به دیوار خانه ای تکیه دادم. چشمم به کماندور روزنامه نگار افتاد، فرصت نشد فرار کنم. جلو آمدم تا درست سر مرا ببیند. خیره نگاهش کردم. کماندور آرام به سمتم آمد. یادم رفت سلام کنم. حتما خودش فهمیده بود چه وضعیتی دارم. گفتم ببخشید، هنوز نتونستم مقاله رو بنویسم. پس هنوز مقاله رو تموم نکردید؟ نه، هنوز تموم نشده. تا مقاله تموم بشه پول داری؟ نه، راستش نه، ندارم. چند روزم هستش که من غذا نخوردم. چرا اینقدر به خودت گرسنگی میدی؟ ممکنه بلایی سرت بیاد. کیف پولش رو گشت، اسکناس 10 کرونی رو در آورد. خجالت کشیدم، نمیخواستم پول را قبول کنم. کماندور به ساعتش نگاه کرد، ازم خواست زودتر پول را بگیرم تا به قطارش برسم. البته قرار شد برایش مقاله بنویسم. انقدر خوشحال بودم یادم رفت تشکر کنم. کماندور ازم دور شده بود، دویدم تا تشکر کنم اما پخش زمین شدم، صدایم بالا نمی آمد. همانطور روی زمین اسکناس رو برانداز کردم. خواب نبودم، من 10 کرون پول داشتم. سه‌شنبه ها برف و آب شده بودند، خورشید توی آسمان می درخشید. عجب روز خوبی. از اتاق تازه‌ام بیرون آمدم، با 10 کرون کماندور روزهای شادی رو می گذراندم. بین مردم می گشتم، تفریح می کردم. نزدیک ساعت 7 به میدان سنت اولاف رسیدم. یک ساعت دیگر می دیدمش. به خانه شماره 2 خیره شدم. تصمیم گرفتم وقتی دیدمش فقط لبخند بزنم. چند بار دور میدان قدم زدم. برای اینکه زودتر سر قرار نیامده باشم پشت دیوار پنهان شدم. اما چشمم به ساعت دانشگاه بود. بالاخره ساعت 8 شد. به سمت حوض آب دویدم. ساعت از 8 گذشته بود. من کاری نداشتم، منتظر می ماندم، ولی نگران شده بودم. صدای سرفه از پشت شنیدم. انقدر تعجب کردم یادم رفت لبخند بزنم. دختر گفت خیلی وقت اینجایی؟ باید مامانم را می بردم جایی؟ ببخشید دیر شد. دور میدان قدم زدیم. دختر گفت خب کجا بریم؟ هر جا دلت بخواد. تنهایی تصمیم گرفتن سخته. خب بریم خونه شما، من میشینم دم در، بهم اعتماد کن. از راهروی تاریک وارد خانه شدیم. گفت همیشه انقدر ساکتی؟ وقتی شمع را روشن میکرد لبخندی گوشه لبش بود. دختر تور را از روی صورتش برداشت و گفت مجبورم همه ی حرفا رو خودم بزنم چون شما خیلی ساکتین. گفتم خب نمیدونم، یعنی نمیدونی چقدر من شیفتت شدم. عجیب ترین آدمی هستی که تا حالا دیدم. چشمات برق عجیبی دارن، انگار دو شاخه گلن، شاید هم دوتا ستاره. ببخش اسمتون چیه شما؟ دیگر اسمای هم را می دانستیم. دختر سرش را پایین انداخت و گفت معلومه امروز حالت خیلی خوبه، تازه صورتت هم اصلاح کردی.
چند روز پیش اصلا اینجوری نبودی، تازه اصرار میکردی بریم یه چیزی بخوریم. یعنی به خاطر سر و وضعم نیومدی؟ نه 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 اصلا. راستش من خیلی فقیرم. چند دقیقه فقط به هم نگاه کردیم. دختر از خانواده های معمولی نروژ بود، ساده و بی‌پروا حرف میزد. حرفایش به دلم می نشست، حالم را خوب می کرد. آرام و مظلومانه نشسته بود. چشمانش رو گرد کرد و گفت: چرا موهات ریخته؟ حتما زیادی فکر می کنی. نمی دونم. حیفه موهات انقدر زود بریزه. تو باید داستان زندگیت رو برام تعریف کنی. زود باش برام تعریف کن. داستان زندگیم رو برایش تعریف کردم، تمام روزهای سختم رو، تمام رویاهایم را. اغراق هم نکردم، نمیخواستم دلش برایم بسوزد. حتی داستان پول شیرینی فروشی را هم گفتم. دهانش باز مانده بود، رنگش پریده بود. با دقت به حرفایم گوش میکرد. صاف نشستم و گفتم: خب حرفم تمام شد، ترجیح میدم در مورد موضوع دیگه ای صحبت کنیم. دختر گفت: حس میکنم ازتون میترسم. بعد به ساعت دیواری نگاه کرد. فکر میکنم الان کلفتمون بیاد. از جایم بلند شدم. دختر پالتویش رو برداشت، دوباره سر جایش گذاشت. رنگش پریده بود. پرسیدم: پدرتون نظامی بوده؟ آره. از کجا میدونی؟ حد زدم. معمولا همچین حسایی زیاد میاد سراغم. واقعا عجیبه. حضورم اذیتش میکرد. برای اینکه بیشتر اذیت نشود به سمت در رفتم. بی حرکت کنار بخاری ایستاده بود. گفت: دارید میرید؟ آرام گفتم: بله. ولی چرا رو کرو راست نمیگیم برم؟ نباید خودتون رو ناراحت کنید. لازم نیست برای بیرون کردنم بهونه بیارین. دوباره عصبی شده بودم. بیوقفه از فقر حرف میزدم. گفتم: حق میدم، دیگر نخواهد مرا ببیند. دختر دستهایش رو توی هم گره کرده بود و عصب میکشید. به سمت در رفتم و گفتم: خیالتون راحت، دیگه دیدنتون نمیام. ولی چرا منو به حال خودم نذاشتین؟ چرا صد رو هم شدین؟ چرا باعث شدین بدبختر از قبل بشن؟ در را باز کردم و آرام گفتم: ولی دوستتون دارم. چند هفته ای هوا تاریک و گرفته بود. صدای درشکه ها، زنگ خانه، مردم و اسب ها توی تاریکی هوا گم می شدند. آمده بودم مسافرخانه، اما کرایه‌ام عقب افتاده بود. منتها صاحب خانه چیزی نمی گفت. هر روز هم برایم نهار می آورد. عصبانیت من هم از بین رفته بود. توی یکی از بهترین اتاقهای مسافرخانه بودم. داستان جدیدی به اسم آتش سوزی در کتابخانه را شروع کرده بودم. میخواستم بگویم کتابخانه میسوزند، مغزهای نویسنده ها هستند که میسوزند و از بین میروند. باید قرض کماندور را میدادم، ولی هنوز داستانم تمام نشده بود. اتفاقی باعث شد بفهمم چقدر کند ذهن شدم. سرم را روی میز گذاشته بودم. صاحبخانه با صورت حسابی وارد شد. ببینید این مشکلی نداره؟ چند بار عدد رو با هم جمع کردم، از بالا به پایین، پایین به بالا. ایرادی نداشت. خانم باردار بود، روی مبل لم داده بود و خیره نگاه میکرد. مطمئنید؟ واقعا ایرادی نداشت. شایدم من کودن شده بودم. چند ماه پیش همچین کاری رو یک دقیقه انجام میدادم، ولی حالا برای همین کار ساده عرق میریختم. چشمایم رو ریز میکردم، ابروهایم رو در هم میکشیدم. زن صاحبخانه نزدیکم آمد، صورت حساب را از دستم گرفت و گفت: ببخشید مزاحم شدم، امیدوارم برداشت بدی هم نکنید، ولی شما سه هفته است اینجایید. وضع مسافرخونه‌مونم واقعیتش خوب نیستش، نمیتونم مشتری نسیه نگه دارم. من اگر داستانم تموم بشه بدهی شما رو میدم خانم، فقط کافیه بهم الهام بشه. شغل من میدونید که با بقیه شغلا فرق داره. خب شاید هیچ وقت داستانتون تموم نشه. این را گفت و رفت. پنجره را باز کردم. صدای آواز کلفت از آشپزخانه می آمد. پسر صاحبخانه با دوستش دعوایش شده بود. بلند داد می زدند و دشنامهای بدی می دادند. درشکه پر از وسایل از کوچه رد شد. دختر زشتی روی تشکهای کثیف نشسته بود.
چطور ممکن است دیوانه باشم؟ من همه جزئیات رو به خوبی میبینم، کوچکترین صداها رو میشنوم. نه نه، من دیوانه نیستم. بچه ها زیر پنجره ایستاده بودند. صورتشان از سرما کبود شده بود. منتظر بودم برای بازی چیزی بهشان بدم. دو پسر بچه ها هنوز دعوا میکردند، انگار به خون هم تشنه بودند. خانم صاحب خانه به کوچه دوید، اما بچه ها متوجه نشدند. دعوا کلافه هم کرده بود. پنجره را بستم و وسط اتاق ایستادم. من همه چیز را به دقت می دیدم و حواسم بود، پس عقلم سر جایش بود. بلند بلند خندیدم. از اداهای خودم خندم می گرفت. من به شادی نیاز داشتم. روی صندلی نشستم، یک ساعت بدون وقفه کار کردم. به قسمت مهم سوختن کتابخانه رسیده بودم. این قطعه قابل مقایسه با نوشته‌های قبلیم نبود. باید طوری می نوشتم انگار مغزهای بزرگ می سوزد، نه کتاب‌ها. همان موقع خانم پرید وسط اتاق. جیغ بلندی کشیدم. زن گفت: همین الان مسافر جدیدی برامون اومده، باید اتاقو بدیم بهش، شما هم باید بیاید پیش خودمون. بعد برگه‌هایم رو تون تون جمع کرد. شادی و ذوقم خراب شد. عصبانی از جا بلند شدم، حرفی نمی‌زدم. کاغذها رو دستم داد. لحظه خوبی رو از دست داده بودم. مسافر جدید ملوان بود. پشت دستش لنگر خالکوبی کرده بود. قصدش خیلی زود هم برود. تا امروز خانه صاحب خانه نرفته بودم. در زدم. از خانه صدای حرف زدن می آمد. وارد شدم. شوهر زن با یکی از کسبه محل بازی می کردند. بچه شیرخواره چیغ و داد می کرد. پیر مردی کج روی تخت خوابیده بود. ایستادم و گفتم: ببخشید، من باید شب همینجا بمونم؟ آره آره، ببینم زنم گفته اینجا بمونی؟ آره، چون مسافر جدید اومده. مرد دوباره بازی رو شروع کرد. کار هر روزش همین بود، فقط وقتی مجبور میشد تکانی به خودش میداد. اما زنش مسافر میگرفت و به امور مشتری ها میرسید. دو دختر کوچولویش با لباس های آویزان و صورت کک و مکدار وارد خانه شدند. بعد هم خانم. انتخاب جای خواب با خودم بود. کنار در ایستادم و قیافه مظلومی گرفتم. گفتم: خیلی مهم نیست، بالاخره یه جایی میخوابم. خانم امیدی به تمام شدن داستانم نداشت. چند روز گذشت. شبها کف اتاق میخوابیدم. مسافر جدیدم قصد رفتن نداشت. همان روز فهمیدم ناخدا امتحانی دارد و یک ماه میماند. پس اتاق را از چنگم درآورده بود. به اتاقی که جلویی رفتم. دیگر تمام شدن داستان مهم نبود. فکر خوب دیگری به ذهنم رسید. نوشتن نمایشی در یک پرده، آن هم با موضوعی قرون وسطایی. انگار شخصیت اول نمایش جلویم راه می رفت. دو ساعت می نوشتم. بدنم از سرما خوش شده بود. صدای بچه ها نمی گذاشت بیشتر از این تمرکز کنم. از خانه بیرون آمدم. توی خانه به فکر نمایش جدیدم بودم. روبروی کفاشی ایستادم. ناگهان دوست قدیمیم دمویزل را دیدم. چطوری؟ چه خبر از کریسی؟ بد نیستم. کریسی دیگه کیه؟ همون مدیر تجارت خونه دیگه. آها آها، دیگه پیشش نمیرم. مردک به خاطر یه اشتباه کوچیک بیرونم کرد. ناگهان دختری با دامن سرخی جلوی چشمم آمد. دمویزل هنوز حرف میزد، اما من نمیشنیدم. بی اختیار یاد دختر سیاه پوش افتاده بودم. انگار سوزنی توی قلبم فرو میرفت. دمویزل سرش را تکان داد. بعد دختر دامن قرمز دور شد. دمویزل گفت: ببینم این دختره کی بود؟ همینی که الان بهش سلام کردی؟ من؟ آره. دیگر چیزی نگفتم. با خودم گفتم: چرا سلام کردم؟ دمویزل دستم رو کشید. از کار جدیدم پرسید. درباره نمایشم برایش گفتم. گفتم چند وقت دیگر حسابی مشهور می شدم. به خانه برگشتم. چراغی خواستم و ماجرای نمایش را برای خانم گفتم. خانم پیشنهاد داد شمع بخرم. خودش می دانست پول ندارم. کلفت سیاه هم با طعنه نگاهم می کرد. به زمین خیره شدم تا تمرکز کنم. اما وقتی نیشخندهای کلفت یادم می آمد پریشان می شدم. کلفت بی رحمانه تلاش می کرد بدبختیم را توی سرم بزند. دیروز برگه های نمایشم را بلند بلند می خواند و مسخره هم می کرد.
دختر بچه ها پیر مرد رو اذیت می کردن. پیر مرد افلیش هم مقاومت نمی کرد. فقط وقتی نشگونش می گرفتن چپ چپ نگاهشون می کرد. گاهی هم با تکان دادن سر پری رو از دماغش دور می کرد. مرد با دوستانش به پیر مرد می خندیدند. روزی بلند شدم تا به پیر مرد کمک کنم. مرد دادی زد تا سر جایم بنشینم. پیر مرد تکانی به بدنش داد. روی بچه ها تف انداخت. مرد با عصبانیت از جا پرید و گفت: آهای با هر دوتونم، اگه میخواین اینجا باشین باید مثل آدم رفتار کنین. من میخوام تو خونم راحت باشم، فهمیدین؟ همه حتی بچه ها هم داد و فریاد میکردن. از سرمای بیرون خبر داشتم، پس بهتر بود ساکت بمانم. اصلا وقت خوبی برای دعوا نبود. با خودم گفتم بشین و چیزی نگو. مردها بلند بلند حرف میزدند. بین حرفایشان هم نیشی به من میزدند. توی فکرم غرق بودم که یک دفعه زن فریاد زد: با تو هم، برو بیرون همین الان. مرد به زنش هشدار داد: نمیشه شب بیرونش کرد، جرمه. زن ساکت شد. از مهلکه نجات پیدا کرده بودم. موقع خواب زن با شکم برآمدهش ایستاد و گفت: فردا اینجا نبینمت. نزدیک ساعت 6 از خواب بیدار شدم. از ترس سرما با لباس خوابیده بودم. بی صدا از مسافرخونه بیرون آمدم. دلم قار رو غور میکرد. بدنم کوفته شده بود. روی نیمکتی خوابیدم. دوروبرم سر و صدا زیاد بود. از خواب پریدم. بغض کرده بودم. بلند بلند گریه میکردم. مردی از کنارم رد شد. حالم رو پرسید. جواب ندادم. به بندر رفتم. کشتی روسی زغال سنگ تخلیه میکرد. روی زمین نشستم تا نمایشم رو تمام کنم. اما با سر و صدای زیاد فکرم جمع نمیشد. باید غرورم را زیر پا میگذاشتم. برمیگشتم مسافرخانه. حس میکردم بی ارزش ترین آدم روی زمین هستم. دستایم را به هم فشار دادم و با خودم گفتم غرورتو بذار کنار. بگو اومدم خداحافظی کنم. نمایشم رو دوباره خواندم. به درد نمیخورد. اما نه، بعضی صحنه‌هایش محشر بود. به اتاق قبلیم رفتم. روی صندلی کنار در نشستم. کاغذها رو روی زانویم پهن کردم. ذهنم کار افتاده بود. چند صفحه نوشتم. صدای پای نزدیک در شد. خانم صاحبخانه فریاد زد: تو دوباره اینجا چی کار میکنی؟ خانم صاحبخانه دستم رو گرفت و بیرونم کنن. دم در مردی سلام کرد. جوابش رو ندادم. مرد سراغم را از زن صاحبخانه گرفت. خانم به من اشاره کرد. مرد پاکتی دستم داد. اینو یه خانمی فرستاده. توی پاکت اسکناس 10 کرونی بود. پاکت رو توی صورت زن مسافرخانه چی پرت کردم و رفتم. باید همینطوری رفتار میکردم. لیاقتش همین بود. نفهمیدم چطور به ایستگاه راهن رسیدم. خیابان دور سرم میچرخید. بدنم را سفت کردم. اخمایم را در هم کشیدم. دلم نمیخواست اینطوری بمیرم. روی پله‌های خانه‌ای نشستم. باید راه چاره‌ای پیدا میکردم. نمیشد برگردم مسافرخانه. زن حق داشت بیرونم کند. این همه به من محبت کرده بود. از صاحبخانه خیالی خواستم مرا ببخشد. گفتم میدانم نمک نشناسی کردم، اما از خودم پرسیدم پولو کی فرستاده؟ حتما دختر سیاه‌پوش. چه فاجعه‌ای. باید زودتر پولو بهش پس بدم. ساعت نزدیک 4 بود. نشستم تا نمایشم رو تمام کنم. هر چقدر به خودم فشار آوردم اتفاقی نیفتاد. به خودم تلقین کردم تو خوب میتونی بنویسی، هر چی دلت میخواد بنویس، نگران نباش. نوشته های آخرم رو خواندم. افتضاح بود. مدادم رو شکستم. کاغذ ها رو پاره کردم. اصلا هم ناراحت نبودم. نشستم و سرگرم تماشای مردم شدم. دستم رو روی نیمکت کوبیدم و گفتم احتمالاً دخترک بیچاره عاشقم شده. ساعت 5 شده بود. کنار دریا قدم می زدم. چند بار حالم به هم خورد. به میله‌ای تکیه دادم و به کشتی روسی خیره شدم. نور فانوس صورت مرد روی کشتی را قرمز کرده بود. از مرد پرسیدم برای کارای کشتی کسی رو نمی خواین؟ مرد گفت اگه کارای معمولی رو درست انجام بده میخوام. بدنم رو صاف کردم و از نردبان پریدم توی کشتی. گفتم من میتونم. مقصد کشتی کجاست؟
اول انگلیس، بعدم اسپانیا. مقصد کشتی مهم نبود. من فقط کار میخواستم. به ناخدا قول دادم کارم حرف ندارد. ناخدا خندید. قرار شد اگر کارم خوب نبود توی ساحل انگلیس پیاده هم کند. روی عرشه کشتی ایستاده بودم. از حرارت بدنم خیس شده بودم. دستی برای اسلو تکان دادم. شهر سرد و نمزده من با آسمان تمیز و ساحل زیبایش. باید تمام روزهای زندگیم در این شهر را می نوشتم.